اگه اشتباه نکنم دنبال خرید یه گوشی موبایل بود. اینجا رو داشته باش، یه راهکار خیلی مطمئن دارم برات. وارد سایت زومیت میشی، یعنی zoomit.ir، بخش محصولات رو از این بالا انتخاب میکنی، اسم گوشی رو وارد میکنی، انتخابش میکنیم. تو این صفحه همه اطلاعات مورد نیازت هست، مشخصات فنی، گالری عکس، حتی نظر بقیه کاربرا. حالا که مطمئن شدی وقتشه بریم تو بخش قیمت. اینجا کلی فروشگاه اینترنتی لیست شده و میتونی ارزان‌ترین قیمت رو ببینی. مطمئنم تو بخش محصولات زومیت میتونی ارزان‌ترین قیمت هر گوشی موبایل رو پیدا کنی. سلام، خوش اومدیم به جدیدترین قسمت ریلود، که همونطوری که یه چند نفر حد زده بودن از ایستر اگ برنامه زوم کست بهترین بازی مورد نظر سال 2020. کی حد زد؟ چند تا از بچه ها حد زده بودن. آقای گرگان یکشون بود. آره، خیلی زرنگ. من فکر کردم کسی تشخیص نمیده. رسیم به بازی کماندوز. بازی کماندوزی که یکی از خاطره انگیزترین و یکی از انقلابی ترین بازی هایی بود که زمان خودش منتشر شد. قبل از اینکه وارد برنامه بشیم، اصلا کلن وارد، من یه شیفتی میکنم به سمت اتفاقات فعلی که الان داره میفته و یه چه اطلاعات خیلی ریز و کوچیک میخوام راجع به ویروس کرونا بهتون بدم که هم چجوری پیشگیری کنیم، اصلا نگرانی بیمورد نداشته باشین. دستاتون رو خیلی بشورین، با آب و صابون بشورین. چند بار بشورین؟ هر دفعه که میریم بیرون میان، جدی میگم، این چیزاییه که اگر رعایت کنین درصد ابتلا بهش بسیار کم میشه و اصلا جای نگرانی نداره. دستاتون رو با آب و صابون زیاد بشورین. وقتی که میریم بیرون و میان، سعی کنین زیاد دست به مثلا میله متروی، دست به دستگیره تاکسی یا بزنین، دست ولی نزنید. آره، سعی کنین دست نزنین. عرضم به حضورتون که غذا که میخوایم بخوریم سعی کنیم پروتئین بخورین، نه پروتئین و سبزیجات بخورین، و اگر میتونین یکی از این محلول هایی که ضد عفونی کننده است ترجیحاً هم الکل داشته باشه از اونها استفاده کنین. تهیه کنین از داروخونه ها و هی استفاده کنین. هر وقت میریم بیرون میایم بزنین. و اینکه نگران هم نباشین، اگر هم اتفاقی براتون افتاد میتونین به یکی از این مراکزی که اعلام شده مراجعه بکنین که انشالله اتفاقی نمیفته و خوب میشین و نگرانی هم نداشته باشین. خب این هم یکم پزشکی آره سخت شد. کیبورد و کنترلرتون همیشه تمیز کنید. نه لازم نیست که خودت کسی دست زد تمیز کنم. خب من خواهش میکنم از آقای پیروزی قبل از آغاز برنامه ضد عفونی ما رو بکنه. مرسی. سلام آقای ضد عفونی کننده. سلام آبشین. خیلی مختصر. من احساس می‌کنم کرونا گرفتم. این ور. باید همین زده عفونی. مرسی. آشی جان سلام. مرسی. بله. یه اون کیبورد و اونام بی زحمت روشون بزنیم. دست شما مصرف کردی، مصرف شده، اوکی، خیلی. خب، حالا این توصیه بهداشتی تمام شد، بریم سراغ کماندوز. و بازم تاکید میکنم نگران نباشین اصلا. نگیریم جدی. نه، دستتون بشورین و مواظب به بهداشت شخصیتون باشین، هیچ اتفاقی نمیفته. خب بچه ها شروع کنیم، اصلا بگین ما چه بازیایی رو انتخاب کردیم و چرا اصلا رفتیم سراغ کماندوز و صحبت کنیم که چرا نمیخوایم بریم سراغ این کماندوز. خب ببین اصلا چرا کلن کماندوز رو انتخاب کردیم. کماندوز که عرضم به حضورتون در دوره ای که اومد ما مشابهش ندیده بودیم. اخ عذرخواهی میکنم. چرا؟ عذرخواهی میکنم. زد افونی باتش. سلام نکرده بگی آرایس هستم. عذرخواهی میکنم. بفرمایید. الان دیگه. سلام بچه ها، منم آرایس هستم. بله شما بفرمایید. منم سلام میکنم به همگی. چی شد سلام نکردی؟ من نادر توصیه بهداشتی. خب بفرم اسخای میگم بفرم. خب چه اشتباهی گفتیم؟ چرا کماندوز رو اون موقع دوست داشتیم؟ نمونهش حالا واقعا بازی بود که این سبک ما نیده بودیم در اون سالها. اولین نسخه کماندوز سال 98 میاد، درسته؟ حالا بازی استراتژیک. سبک کماندوز چیه؟ ریل تایم تاکتیکس مخفی کاری بهش میگن. یعنی بازی استراتژیک همزمان چی؟ مخفی کاری بهش میگن. حالا موضوع چی بود که یهو کماندوز وسط همه این بازی ها درخشید و همه رفتن سمتش؟ این بود که خب بازی استراتژیک ما تا قبلش داشتیم. اتفاقا یه بازی هم داشتیم، نمیدونم دیدی یا نه، سیندیکیت رو که محصول 1993 مال یه استودیوی هم اسمش هنو یادم رفت، یه اسم باحالی هم داره.
اون بازی اگه بری ببینی خیلی شبیه کماندوزه. کارت مثلا چجوری بود؟ چند تا نیرو داشتی، نیروها رو میفرستادی توی مرحله، هر مرحله دوربین ایزومتریک بود، یه سری تسک داشتی، مأموریت داشتی، با این نیروها بعد انجام میدادی و خارج میشدی از مرحله. یعنی همچین ایده‌ای هم وجود داشته قبلا، ولی کاری که کماندوز میکنه تو سال 98 با نسخه اولش، یکی اینکه همین کانسپت رو برمیداره توی یک لوکیشنی مثل جنگ جهانی دوم. سیندیکیت بازش کی بود؟ مدرن بود؟ یه جور سای فای توری بود. خب علمی تخیلی بود، ولی کماندوز خیلی دیگه بیش از حد رئال بود. حالا حتی وقایعی که توی بازی هم میبینید نه که 100% واقعی باشه، غیر از اون که دوره جنگ جهانی دوم واقعا و کماندوها واقعا وجود داشتن توی جنگ جهانی دوم، یعنی گروهی به نام کماندو وجود داشت توی جنگ جهانی. آره الان میگم که اینا چی بودن اصلا. خیلی داستان میگم رئال خیلی جدی، بدون هیچ شوخی، هیچ مثلا تلطیفی کنه بازی، نه کاملا تو وارد یک میدون مبارزه میشدی خیلی جدی و یه چیزی واسه و واقعا احساس میکردی که داری کار مهمی انجام میدی، اگه داری ماموریت رو انجام میدی واقعا احساس میکردی کار مهمی داری تو جنگ انجام میدی. ببین میترسیدی، یعنی واقعا میفرستادت وسط نیروهای نازی. حالا همه اینا، همه کماندوزها، بازی کماندوز توی جنگ جهانی دوم واقع شده اتفاقاش، خب واضحا دشمنت آلمان ها بودن دیگه. تو چی؟ شما گروه کماندو یا کماندوز از کی اصلا مد شد؟ از زمان جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم، حالا همجوری که بچه ها میدونن تاریخش، حالا جنگی بود که از آلمان و لهستان شروع شد و بعدها به کل اروپا وسعت پیدا کرد و کل دنیا دیگه درگیره شد. خب اولش که بین آلمان و لهستان بود، بعد اینا هر کدوم مثل متحد پیدا کردن دیگه، آلمان برای خودش، لهستان برای خودش. بریتانیا این وسط متحد لهستان بود در واقع، در برابر آلمان بود. اتفاقی که میفته تو سال 1940 فکر میکنم، برنامه هم تاریخی شد هم بیداشتی. ببین آخه میدونی واسه من جذابش این بود که اصلا مبحث آلمان، جنگ جهانی دوم، اینکه نازی‌ها چقدر ترسناک بودن رو ما خودمون از کماندوز یاد گرفتیم. میدونی اولش صفحه میاد توضیح میده که مثلا چه اتفاقی افتاده، اونم دوبله هم بود چون حالا زبانمون که خیلی چیز نبود مثلا 17 سال پیش، این خیلی ما یاد گرفته بودیم آلمان ها رو از روی اینها. حالا کماندوها چی بودن؟ یک سری ارتش بریتانیا به این نتیجه میرسه، در واقع نخست وزیر وقتشون آقای چرچیل به این نتیجه میرسه که ما یک سری نیروی داوطلب از خود ارتش بریتانیا که زبده ان یا مثلا تلنتی، یک مهارتی توی یک زمینه خاصی دارن، خب اینا رو به صورت داوطلبانه بکشونیم بیرون، گروه‌های کوچیک‌تری تشکیل بدیم، اینا رو بفرستیم تو کشورهایی که تحت اشغال نیروهای آلمان در اومدن. خب اینجوری میشه که اصلا کماندو شکل میگیره اونجا. آره که بهشون میگن کماندوهای بریتانیایی در واقع. خب یعنی خود بازی کماندوز هم با الهام از این گروه کماندوهای بریتانیایی تشکیل شده که اوائل فقط سربازای داوطلب از خود ارتش بریتانیا بودن، بعد کم کم از باقی کشورهایی که ضد آلمان بودن، هم نیروهای مثل فرانسه، هلند، بلژیک، اینا هم یه سری نیرو می، اصلا خود این کماندوها هر کدومش مال یه جا، مال فرانسه، جاسوس مال فرانسه است، یه سریشون مال استرالیان، یکی فکر کنم گرین بریته استرالیا، یکی از استرالیا فکر کنم استرالیایی باشه و بقیه‌شون بریتانیایی. خب و اینجوری میشه، یعنی همچین کانسپتی واقعا وجود داشته و خیلی هم ازش استفاده میکنم. چقدر جالب واقعا. یه چیزی حدود 25,000 نفر، حالا من اینو نمیدونم دقیقا آمارش درست باشه، تا آخر جنگ جهانی دوم به این گروه های کماندویی میپیوندن و حالا که بعدها منحل میشه بعد از جنگ جهانی دوم، و یه چیزای محدودی میمونه برای هر کشوری. بعد توی تاریخ واقعا اینقدر آدم های ماهری بودن؟ بله بله بله، در واقع همینقدر ماهر بودن که میتونستن بیان برن این ماموریت ها رو انجام بدن و این کار رو بکنن. خب حالا یه توضیح راجع بازیان بده که زیاد این قسمت اول رو طولانی نکنیم، بقیه مثلا توضیحات اضافی رو میتونی روی بازی که داریم میکنیم ارائه بکنیم. بله حتما. همین میخواستیم بگیم که کماندوز رو اینجوری شد که ساختن و به این دلیل بود که جذاب بود، یعنی چه کانسپت خود بازی، چه اینکه
تغییری که یهو تو سبک استراتژیک داده بود همچین چیزی ما ندیده بودیم. و یه تغییر بزرگی که داشت کماندوز اینکه یه تعداد نیروی کم بهت میداد برعکس بازی استراتژیک. تو مثلا 5 تا آدم داشتی در برابر مثلا 100 تا آدمی که نیروی دشمن بود. خب بعد این باعث میشد که تو سبک بازی به شکل پازل برات در بیاد، برای اینکه باید مخفی کاری میکردی و چون تعداد نیروهات کم بود باید درست استراتژی درست رو میچیدی، خیلی بی سر و صدا میرفتی که این آدم ها رو بکشی. واسه همه اینا جذابیت داشت اون موقع برامون، جدای از اینکه گرافیکش هم فوق‌العاده بود. و اخیراً هم اگه بدونین ریمستر شده که بسیار با چی میگن؟ نسخه با نقد منفی کاربرا به خصوص عاشقای کماندوز روبرو شده. کماندوز دو ریمستر شده. دلیل اصلی که اینقدر بد بوده چی بوده بازی ریمسترش؟ ببین یکی از دلایلی که ریمسترش خیلی بد بود مربوط به مشکلات سانسوری بود که تو بازی ایجاد شده بود. مثلا حالا همین میتونیم بگیم داستانه صلیب شکست نازی اینا هست شده بود، سواستیکا بهش بودن صلیب شکست نازی ها رو هست کردن. انیمیشن های اصلی کاراکتر رو هم تغییر دادن. من احتیاجی نبود که انیمیشن صورت کاراکتر رو تغییر بده چون خودش خیلی خوشگل اون انیمیشنی که اون پایین بود صورت کاراکترش. ببین اصلا بازی کماندوز به این یو آیش معروفه، دقیقاً به این آواتار، این طراحی آواتار هر کدوم از این کاراکترها، دیالوگایی که اینا بات میکنن، تیک کلام دارن همشون، یعنی بهشون دستور میدی یه چیزی میگن، اینا رو تو نمیتونستی تغییر بدی. چرا؟ واسه اینکه بعد تو زمان خودش برای نسخه خودش عالی بود، هیچ نیازی به تغییر نداشت، تو فقط این تکسچرشو بهتر می‌کردی، کافی بود. ریمیک هم که نکردی مثلا همین فقط کاراکتر سپر همین که بوم میذاره فقط یک هم شبیه بود، ولی اون یکی اصلا اینقدر ناراحت کننده است تغییرش. حالا در مورد انتخاب نسخه ها توضیحی بدیم؟ اینو بزنین بگم مثلا خیلی جالبم هست، عجیبه که فیلمی مثل جوجو رابیت میاد که کاملا نشون میده آلمان ها رو و از هیتلر رو نشون میده. من کاری ندارم حالا یک حجوی ازش نشون میده، ولی خب یه بخشی از تاریخه و فکر نکنم هم موردی داشته باشه. ببین اصلا سر همین سانسوری که کردن، حالا واقعا هم بخوای منصف باشی خیلی چیز عظیمی نیست. حالا بماند اگه بخوان سه و سانسور کنن هیچی نمیده، سه پوره این علائم لازی هست. نهایت چیزی که بوده مثلا چند تا پرچم بوده که روش مثلا صلیب شکست و اینا، تصویر خود آیه رایش سوم از اینترو بازی حذف کردن و مثلا یک سری علائم ژاپنی و خورشید و اینا شد. خیلی جالبه صفحه اینترو کسل وولفنشتاین اولیه است، قشنگ آرم صلیب شکست. حالا میدونی چی شد بعد اینکه اینا این کارو کردن؟ خب ملت زامبی هن. در دنیا اینجوری نیست، فن یارو رو سکته دارن میکنن، فنای بازی در این ابعاد رفتن شروع کردن فروم را انداختن و شما داری تاریخ و تحریف میکنید و اصلا این چه حرکتی بود و فلان. تیم سازنده اومده حالا حرفی که زده که مثلا حالا یک ماسمالی کرده باشه، حالا واقعا هم نمیدونم ماجرا چیه، میگه ما برای اینکه بخواستیم این بازی همه تو همه کشورها ارزشه، چون یه سری جا اگه این علائم و ساینا باشه تو اون کشورها اجازه انتشار نداره بازی، که باز خب این تو کت مردم نرفت البته. راستم میگم نه خیر، شما بی خود کردی، بازی 17 سال پیش اومده، نه کمتر 98 2001 20 سال گذشته. 2001 خدای بزرگ. در کل که این حالا جدای از این، ببین هم که سانسور و انیمیشن ها و اینا مشکلی نداره، بازی باگ داره، باگ به شدت داره و این واسه یک بازی استراتژیک که دائم باید با این یو آیت کار کنی، دستور بدی اینا رو بفرستی، یه دونه از این دستورات اشتباه باشه مرحله رو میبازی. میدونی این خیلی زایه است. خیلی خب، مرسی از توضیحاتتون بچه ها. بریم شروع کنیم بازی رو انجام بدیم. بقیه توضیحات رو حالا در خلال بازی کردم، این بازی هایی هم که انجام میدیم، اکسپنشن پک کماندوز 1 و کماندوز 3 دستینشن برلین. یه این هم بگیم که چرا اینها رو انتخاب کردیم. شما چرا گفتی اکسپنشنشون؟ اوکی پس در مورد این میخواییم صحبت کنیم. نکنید یکی این که ما برای این نسخه دوم نتونستیم بریم، یکی که اگه قرار بود نسخه ریمستر رو بریم
که بازی بعد در میومد، بعد یک بعد دوشم میرفتیم دیگه، پس نمیتونیم جفتشو بریم چون اگه خرابه رو میرفتیم که قشنگ نمیشد، اگه خوبه رو میرفتیم نمیتونیم جدید رو نشون بدیم. از اون لحظه است که دو خیلی از نظر ساختاری شبیه سه، چون دوربین رو میتونی بچرخونی و انیمیشن ها صحبت میکنن و اینا و فلان، تصمیم گرفتیم که سه رو انتخاب کنیم که چون شبیه دوه و چون آخرین نسخه است، آخرین نسخه تاکتیکش، و یک که یک اکسپنشن چون خب پایه‌گذارش بود و یک اکسپنشن حالا خیلی از موارد اضافه شده بود بهش، مثلا حالا سنگ کارتاپ کردن اضافه شده بود، کاراکتر اضافه شده بود، حیوانه اضافه شده بودن، یه سری خیلی از قابلیت‌ها توی یو آی اضافه شده بود و در واقع همون یک ولی کامل‌تر و بهتر. و یهو ببین الان بازی کنیم بچه‌ها میبینن یک تا نسخه سوم خیلی عوض شده، و جالبه که روز به روز بهتر، نسخه به نسخه اینا خفن‌تر. خیلی خب بریم و حالا توضیحات بیشتر راجع به استدیو پایرو که چه بلایی سرش اومده، آینده این سری چی میشه رو توی خلال بازی کردن. These are your soldiers. Sir, yes, sir. The best men among the commander's force. They are trained to perform all kinds of special actions behind enemy lines. They are just a few men. They are ready to change history. And you are in charge. خب اومدیم توی بازی آرش، برو توی نیو گیم. و یه نکته خیلی بامزه‌ای که داره اینه که با پسورد میتونستی بری بازی رو اون موقع ها، و هر مرحله‌ای که داریم میریم میتونی پسوردش بزن. و الان چه مرحله انتخاب کرده آرش؟ یکی از محبوب ترین مرحله های کماندوز یک رو انتخاب کرده، مرحله باغ وحش. آها، باغ وحش. خب حالا انت معروفه به باغ وحش، اسم مرحله چه دیگه؟ ببین ما تو این مرحله حالا در واقع سه تا کاراکتر داریم. یکی از کاراکترامون در واقع کاراکتر قابل کماندوز نیست، یکی از این است که گروگانش گرفتن و آلمانی هم میخوان بکشنش. ما معمولیتی میده که بریم ورش داریم و از اینجا فرار کنیم با ماشین. حالا یکی از بهبودهایی که این نسخه داشته همین حضور این حیوانات که میتونن میتونه با کاراکترها تعامل داشته باشه. میخوای نشون بدی حیوانا رو با ماوس پوینتر نشون بدی؟ چون اینجوری که میکنی بچه ها مانیتور نمیبینن. آره آره، نه خب چون داشت خودش نشون میده. این دوستان هستن. خب شترمرغ من چی دیگه حیوان دیگه گفتم؟ نه اسم نگفتم. شترمرغ میره مهمونی ازش میپرسن چطور بود مهمونی، میگه شما خلاق بود. خب بازی بوغلمونه. شیر هستن که حالا اینجا گویا شیرهای نر ماده هستن. سیرکه شما میگی باغ وحش؟ فکر کنم باغ وحش شب سیرک سیاره دیگه. اوکی، حالا ما قراره که اسپای اینجا کاراکتر دوست داشتنیمون که جاسوسه، یکی از قوی ترین کاراکترهای بازیه که ما بازی رو باید از همین الان پایش شروع کنیم. من کیا رو داری تو این مرحله؟ گرین بیرت و سپای و درایور رو داریم، راننده و اینا. من گرین بیرت هم استرالیایی بود. بله الان شما گفتید ایرلندی بود، ببخش استرالیایی نبود. حالا که آرش داره بازی میکنه درایور فکر کنم من دارم. نه نه اون چیزه، اونی که تبخور تو قایق رانی و قواسی داره. مرینه. من اصلا اینجا بازی میگه نمیتونیم خود زود بریم. خب سارا تا حالا آرایس داره بازی میکنه، یه توضیحاتی راجع به استدیو پایرو که سازنده بازی بود بده بمون. ببین شما نمیخوای توضیح چیزی بدی اول که چجوری میخوای بکشی کسی و فیلم؟ ببین من باید منتظر بینم دوستم برم بیا. خب ببین پایرو که گفتیم یه استودیو کوچیک اسپانیایی بود، یهو هم با همین بازی کماندوز شروع کردن. نمیدونم واقعا که با کماندوز شروع کردن یا نه. فکر میکنم با کماندوز شروع کردن. فکر کنم با کماندوز شروع کردن و خیلی بی سر و صدا و جمع و جور. و چند تا ساختن کلن کماندوز؟ چهار، پنج تا. پنج تا. یه دونه نسخه اول بوده، یه دونه الحاقی طور همینه که الان آرایش داره بازی میکنه، نسخه دو که بهترین نسخه است. از چه لحاظ میگم بهترین نسخه است؟ برای اینکه یهو نسبت به یک خیلی ترقی میکنه، رابط کاربریش و اینا قوی تر میشه، جزئیاتش هم بیشتر میشه، درجه سختیش هم. ببین همه به هر کی بگی کماندوز میگن خیلی سخته بازی. خب خیلی سخته، ولی دو یه جوری بود که این سختیه بالانس شده بود یک مقداری، تجربهش لذت بخشتر. که بعد سه رو میسازم که سه هم میخواییم بازی کنیم. چهار هم یهو میشه فرست پرسن. نمیدونم کی همچی ایدهی بهشون داد. بسن مخفی کاری نداره چهار؟ نه ببین ماهیت بازی همینه،
چهارم. یعنی همینجوری وارد ماموریت میشه، یه سه جا رو مخفی کاری کنی، یه سه جا رو مثلا تیراندازی کنی. کلیت همونه ولی فرست پرسن شده، یکم شبیه مثلا مدال آف آنر شده بود بازی. آره مثلا میتونستی کاراکترات رو عوض کنی. تو مدال آف آنر رو اگه اشتباه نکنم تو میتونستی یکی دو مرحله لباس سربازای آلمانی رو بپوشی و بری توی بیسشون. آره افشی؟ آره کماندوزش کوپ هستیه. آره همون. آره اصلا شخصیتش من یادمه که اونطوری شخصیت‌ها پیاده نشده بودن تو بازی که مثلا چون همه اینطورن یه کاری بکنن. الان تو خونه قایم شدی. آره من تو خونه هاش من لباس ایشون رو ما احتیاج داریم. که افسر خفن‌تریه. نه ایشون فکر کنم چیز باشه. از این دوستانی باشن که مسئول نمک باشید روش. نه این کلروفرم گذاشتی. شبیه نمک. آره ما لباس این احتیاج داریم. باز پای لباسش رو می‌پوشیم و احتمال زیاد میکشیمش. نه میکشیمش چون احتیاج داریم. من نمیدونم الان کسی نمیشناسد تو رو. نه نه الان من بیام جلوی اینه من نمیشناسم. و ما باید الان شروع کنیم پاکسازی کنیم با ایشون. بعد تنها کسی که میتونه لباس بقیه رو بپوشه اسپای. فقط اسپای و... نه به میتونن بپوشن مثلا میتونی تن تمام نیروهات لباس مثلا سربازهای آلمانی رو. ولی تنها کسی که میتونه را بره و کسی نشناستش و دیسترکت کنه به قول معروف. آره تو این تو نسخه بعدی اینطوریه. آره اسپای یعنی تو باید مثلا گرین برت بپوشی بری جلوی سربازای کاری نمیتونی بکنی. خیلی یه مقدار شاید دیرتر دیده شی لو بری صرفا. خیلی این حرکت ریسکیه که من میدونم چون صدای پاتو میشنم میدان. آها الان اینو میخواستم بگم میدان دیده این بازی خیلی میدان دیده دشمن ها بزرگه. نگاه کنی؟ نگاه کن مثلا آره. نگاه کن ببین خیلی بزرگه دیده. مثلا اینا من اگر اینجا بودم مثلا خشنگ اینجا منو میبینم. ماشاءالله. حالا این نسخه بعد یکم جمع‌تر کوچیک‌تر سرعت دیده این دوستان کمتر شده و داستان صدایی که سارا گفت تو این نسخه صدا در واقع اونقدر عمل کرده درستی نداره. بیشتر فکر کنم مکانیزم چی صدا مثلا چون از بغل کاراکتر بودوی کاراکتر بر نمیگردن نگاه کنن ولی تو نسخه دومسون موجو نشون میده. آره که آفر. مثلا میبینیم. خب ما بعد الان با اسپای بریم این داخل. خب اینجا بعد یه سری کارهایی که بعد پاکسازی اینجا بکنیم که این یارمون اینجا نجات بدیم. من نمیدونم کجای دقیقاً و اگه تکون بخوره اینجا میکشنه. نه بابا. آره نه بابا تکون بخوره. ما تا با این داره میره اینجا ما با گرین بریت هم بستنش جلوی یک جوخه آره، آره، آره. آتش. آره. حالا من با گرین بریت چون گرین بریت یه سری قابلیت‌هایی داره که میتونه از دیوار بالا بره. چه میتونیم از دیوار بالا بریم و وارد قفس بگیم؟ قفس. آره. قفس شیرها بشیم. شیرا میخورنه؟ آره این خیلی مشکلی که جای سخت بازی که بعد من سه تا شیرا رو بکشم. واو آره. خوب. و تنها گرین بریت میتونه. نگاه کنید طراحی مرحله جوری صورت گرفته که شما باید از همین ور میومدید و فقط چون گرین بریت میتونه از این دیوار بالا بره پس داره اینجا نشون میده بازی که چون باید گرین بریت باید از اینجا وارد محیط بشه و کمک کنه اسپای و از دور باید به هم دیگه کمک کنیم. و یه نکته خیلی جالبی هم که داره چندین روش مختلف برای رد کردن مرحله ها وجود داره. این خب خیلی جالبه دیگه شما هر جور حال کنی میتونی بریم میتونی بازم مثل هیتمنه. آره. خیلی شبیه هیتمنه. خیلی شبیه هیتمنه ولی این نسخه خیلی سخته. حالا این مرحله چون حالا باز اسپای رو داره با یکم شیرام سادم. آره شیرام میبینن و شیر چشم و یکی از استراتژیک ترین اتفاقهای بازی نحوه سیو و لود کردن ذخیره و بازی ها میمیریم ما اینجا آه الان تو سیف کردی قبل اینکه آره چون تو خیلی میمیریم آره بعضی وقتا این برمیگرد بعضی چیزی ممکنه... نداری به اندازی مثلا نه نه شیره بیاد و اینا دیتی گوشت میخریدی سر راه های سیدنم چقدر الان این میبیده ماشاءالله بچه ها چه چشی هم دارن ای وای برو پایین گری اوکی اون برگشت خیلی خوب آره میتونیم بریم پشتی حیوونه ولی من ریس کردم سیف کردم اصلا کار خوبی نبود خیلی آدم قصی و غلی آره چه کار بدی داریم انجام میدیم بس چرا بکشیش چون جاسوس رو میخوای بیاری اینجا نه باید اینجا رد شم برم و چون رد میشدی میتونستی نکشی میگیرن میترسن نمیدونم ترسن اوکی یه دونه ما رو زردش کن نداره یه گاز ریزی آره مثلا آره. یه دست نداره هلت بار هم داری درست بله 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 یکی از این کاراکترها من خون میتونه بده ما اینو نمیکشیم حالا چون شما
بچه‌ها ناراحت نشن. گناه دوستم نه نمیگه نسلشون نزمو دید اومد برات اصلا نمیرسی اینقدر تمون میاد نمیرسی از وسطشون بوده. خب آرایس اینجا اومدی از این شیرا رو کشتی آره. حیوان آزار الان بعد اونجا رو پاکسازی کنی آره درسته؟ ببین ما بعد با گرین بیرت بیایم اینجا اینجا رو پاکسازی کنیم و این دوستان اینجا خیلی چون دیدی دارن خب. ببین در واقع ماموریت اصلی ما اینه که بیایم این دوستمونو که از خارج نجات بدین با راننده بیایم با این ماشین از اینجا خارج بشین ولی خب 120 میلیون نفر اینجا خب خونه ها ما آدمه و آره. اگه آلارم صدا در بیاد از این گروه های 3 نفر 4 نفر از این خونه ها بیرون میرن از این خونه که پرچم داره ما خب بچه بودیم از این خونه پرچم داره میترسیدیم اوکی پس ما از اینجا شروع میکنیم و دو تا کار بعد انجام بدیم یکی با این آروم اینجا رو پاکسازی کنیم و این هینم با گرین بیرت این کارا رو انجام بدیم خب وای میسیم ایشون برگرده روشون کلیک کن که زاویه دیدشون بچه ها ببینن وقتی داری بازی میکنی این یکم دیر شد بله وای ببین این چه جالبه که تا میبینتت لو میری ولی تو دو سه اینجوری آره. که یه شکایی میکنه اگه بشینی رو زمین از دیدش خارج چی میتونی رد شی تو بازی تاکتیک مدرن هم این چیز هست چون واقعا یکم سخته این داستان که خیلی بچه‌ها دوست داشتن دیگه عین واقعیت حالا آره. بازی بود یکم یکم واقعا هر کسی نمیتونست تموم کنه این بازی رو به همین نتیجه رسیدن که آسون بازی ایداس گفته بچه ها یه جوری تنظیم کنید دو سه نفر بتونن بازی رو تمام کنن من حالا یه کلیدی که داشتم بازی اینجوری حتما هر کیو میکشتم هر جسدی میکشتم یه کاری میکردم که کاملا از دید خارج بشه یعنی آره هیچ نمیذاشتم هیچی یعنی کسی هم آره. بیاد ببینه میبرم سوزن میتونی الان بذاری تو اتاق این نسخه رو نمیتونی بذاری تو با اون با جسد میتونی بری تو اتاق ولی نمیتونی بذاری آره نمیتونی بذاریش پای بعد حتما بیای بیرون باشه همین چیزاشه که و یه مشکلی که ما چون اینجا قراره ما یه بار آلارم صداشو در بیاریم حالا ببینیم جلوتر میگیم ولی چون نمیتونم از اینجا رد بشم چون نکن دیده میدان آره دیده ایشون رو ببین این ما رو میدن تنها جایی که من پیدا کردم مناسب اینجاست برای مخفی کردن جسدا آقا یه سوال فضای داخلی اتاق اصلا داری میری تو نه توی این نیست توی دو سه اینجا از داستان هم میاد آره. خب ما یکم کاری که باید اینور انجام بدیم حالا انجام بدیم اوکی چون دستم بود چون دستم بود آها اگه دستت باشه آره. سرنگ یارو میبینی میتونی تو این چمنات اون اینجا نمیتونی نه نه فقط این تنها جایی که میتونی بزنی این پشت که حالا چون دوربینم نمیتونی اینجا نار کن دوربین نمیچرخه دوربین نمیچرخه و صدای گذاشتن زمینم باید حتما بشنم اوکی ضبط دو 11 اوکی همون معنی حداقل عدد نزار خب این تنها کسی بود که اینجا رو میدید خب حالا ما یه کارت خیلی تندی باید اینجا انجام بدیم دو تاشون رو باید با هم بکشیم ما باید اینجا 3 نفر رو سریع بکشیم همه رو بذاریم اینجا تو دور اول اینا بعدش 4 تا شترمرغ هم بکشیم حالا نوکت دستم هم دارم میبینم چه جالبه که اینجا یه بار باید بگید دستت بعد ازش استفاده کنی آره. تو سه اینجوری نیست نمیدونی بای بابا این دید باورم نمیشه من میرم چون ترمورغا میبیننه دید 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 بکشتیه شطور کمکم نمی کنید نجاتش بگید کمکم شطور مورغا اومد که دید یاد بود امیدوارم سرباز نه اومدم سرباز خب معمولا شک نمی کنن اینا میان از اول با یقین میاد جلوی رو خب الان این آقا رو نجات دادی الان دید یکی دید اینجا یکم خیلی حساسه بعد خیلی سریع ولی این دفعه دیگه موفق میشه تو فکر کن سیو و لود هم نداشت نمیشه این بازی این از سینه خیز میکنم میرم این گوشه که آخر مرحله ببرمش یه سیو چیز بکنم خب الان مگه نباید چیزش میکردین مگه نباید فقط کل مرحله این نبود که اینو نجات بدی آره ولی باید ببریمش از مرحله بیرون و این خودش داستانیه نمیشه لباس پوشیده نه 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 فقط فرارش سیستم امیدوارم برسیم اینو بذاریم ببین اینجا مگه با جاسوس بدوی یا جلو دشمنا لو میری نه میتونی بدوی من میتونی بدوی هر کاری میتونی حالا کارهای دیگه هم میتونی بکنی حالا اونقدر هوش مصنوعیش پیشرفته نبوده مثلا الان ما یه کار خنده دار اینجا انجام میدیم بریم یه چیز میتونی دستور بدی آره الان بریم ای وای کی دید کی چی رو دید اصلا آقا رو دید جسد رو دید
33. میتونی من نمیدونم کسای دیگه از کجا دارم بذارش پشت دیوار کس نمیرسم فکر کنم چرا نمیرسی؟ طول میکشه یعنی ببری و بیاریش منظورش میگه این بعد این ستا رو سریع اینجا جابجا کنی اینجا دیگه فکر نکنم ببینم آها خب نکن این جسد پشت رو دیدم نه حالا یه دور چرخید دیگه میخواست ببینه تو همین دور دیده امیدوارم نبید حالا ما باز دوباره سیف میکنم کله مرسی اوکی ببین ما این پشت جسد گذاشته بودیم من مثلا اوایل که داشتم بازی میکردم میخواستم اینو کلا برگردونم که گرین بریت از این ببین این از اینجا تا اینجا میبینه در این حد بده نگاه کن این قشنگ اینه که شما میکشین و میبینه خب اینکه نمیبین چجوری؟ قشنگ میبینه حالا اینو من میومدم میزدم روی این باش صحبت میکنم ولی جسد چون انداختم این پشت جسد رو میدید آها. خیلی جالب بود این داستان الان جسد رو دید؟ آره جسد رو ما میایم پایین باید بیاییم پایین تر واو چقدر اذیت خیلی سخته خب بیایی صحبت کنیم بایشون گودن تاخت مثلا یه چیزی راجع به صحبتایی که میکنن میگفتی سارا میخواستی بگی صحبتای صدا گذاری کاراکترها صدا گذاری شخصیت ها کلید صدا گذاری شخصیت ها نکته خیلی زیبایی اشاره کردید اتفاقا میشه یه بار این بالا رفتن خیلی سخته زمان بندی دقیق میخواد و دو چون نمیدونم 60 نفر دارن نگاه میکنن اوکی حالا کشتن اینا دو ساعت هم اینشون میبینه هم ایشون میبینه هم ایشون میبینه ما شانس دو سه بار امتحان میکنیم ببینی کدومش فعلا موفق شدیم حالا بردنش بعد بیاریمش این بعد خب سارا میگفتی راجع به شخصیت ببخشید خواهش می‌کنم شخصیت ها خب ببین یه سری رو که آلمانیان و خب نیروهای ما دیگه حالا ما تنها کسی اون که خارجی حرف میزنه آیه جاسوسه که 5 تا زبون هم بلده و با سربازای آلمانی که خب آلمانی حرف میزنه خود این سربازا مثلا موقعی که لو میری یا نمیدونم میخوان دیدنت یا چیزی مشکوک یه سری جملات مخصوصی داشتن که داد میزنن هم یادشونه ولی جالب اینه که اون کسایی که خودشون آلمانی زبانن میگم ما مثلا بچه بودیم بازی میکردیم میخندیدیم به بازی آکه اینقدر مسخره و اینقدر اشتباه های آره دیالوگا مثلا هم لحجه درست نیست برای ما مثلا دیگه چجوریه یکی میاد فارسی حرف میزن آره، خنده آره، میگیره آره، خارجیه اینا هم اینجوری بود لحجه مثلا میگه بیشتر شبیه روسی بود تا آلمانی و خب اشتباه گرامری و اینا هم داشتن یک کمی توی جملات ولی خب استفاده کردم یعنی آلمانی واقعا صحبت میکرد باز دمشون گرم آره و قشنگ بود ترسناک بود به ترسناک بود یه مکانیزمی داره شما میتونید این چشم رو مثلا بزنید اینجا که ببینید چند نفر اینجا رو که اینجا رو کی مثلا رویت میکنه مثلا یارو از اون ور خیابون ایشون رو دید من میخوام ایشون رو بکشم اگه موفق بشم چون ایشون داره میاد و ایشون که برمیگرده بچه ها برگرده من اینم میکشم میندازم این پشت بعد بریمون کار خنده داره رو انجام بدیم اون گروه هایی که پاترول میدن به اصطلاح میدونی هم پاترول دیگه اینا عذابن تو کماندوز آره واقعا عذاب ای وای چرا میدونستم میبینم توی نه میا همون کار من دارم امتحان میکنم واسه رو بیاد بره اینا که رفتن بذاریم بره این یکی از قشنگترین پیاده سازی های اینجور بازی ها این ژان بازی رو تو سالهای اخیر شده تکتیکس داره یعنی اگر تجربه کاماندوز رو داشتین و خیلی هم حال میکردین ولی خب بازی خوبی دیگه نیست تو این سبک به شدت پیشنهاد میکنیم شده تکتیکس رو بازی کنیم یکی از خفن ترین بازی های اخیر اومده و استدیوی میمیمی داره میسازه از استدیوی که داره دسپرادوس سرم میسازه دسپرادوسی که قراره تابستون امسال عرضه بشه خب بچه آماده اید ما یه کار اینجا میتونیم انجام بدیم که خود کسی که ماموریت بهت میدم داره اینجا اشاره میکنه و یه چیزی یه کاری که حالا اینجا زیاد هوش مصنوعی خفن پیشرفت نکرده اینه که مثلا تو اینجا درو باز بسته میکنی کسی نمیاد بهت گیر بده ولی تو نسخه بعدی این داستان خیلی پیشرفته تر شده ما حالا میخوایم یه کاری بکنیم و دارم بشه میخوای اینا رو بیرونشون کنی؟ نه چیکار چی شد؟ چرا شناخت بذارید اول انجام بده اگه شد بعد میخندیم بچه نیاید بیرون نه خب الان باز خوبه اینا نباید بیان بیرون یکم وایستیم چرا شطور مرغ میبینن میکشنشون آره چون میفهمن که مثلا از قفسشون فرار کردن تو داری یه کار چیز میکنه حواس ملت رو خواهد فقط نکش حیمون نه من نکشمش امیدوارم اینجا نه چیکار کردی؟ اوکی گرین برد کشتن اون بر جاش خوب نبود
وای حالا میخوای چیکار کنیم؟ بین من میخوام بذارید انجام بدم. باشه انجام بدم. باشه میتونیم مثلا. آره می چند بار امتحان تمرین کردم شده. میدوی میترسه هیون رم میکنه. یه سیو اضافی بکنیم. اضافی بزن. مرسی که فینگلیش تایپ میندازیشون تو ببین چه اتفاق بیفته. ببین همه واسه این تیر میرن میان میرن داخل. خب بعد ما اینا رو همش زندگی دیدیم که بیرون تو ای وای نه این بیرون نه این بیرون ببین بعد نمیگن چرا داری میبندی ای وای آره همین نمیگن چرا حالا ما میتونیم یکم بهتر انجام بدیم اینا که ای وای چرا لوت کرده بارو باحال شده بود که خیلی بیشتر میاد الان زده بودی ها آره آره لود کنی بعد به بیرون خب همین بیشتر میاد نه ببینیم برگشته الان میدونی آره برگشته همیشه تکراری نمیشه بعد دوباره لود کن الان نه اوکی بیا بیرون فقط الان سیو درست سیو درست گریندر در میاد نه گریندر جاشو عوض کردی نه اون اوکی آره جاش زیر خونه بود دیگه درست داده ببین در واقع اینا به چیزا شک میکنن وقتی ما تیر میزنیم به شتر مرغا به شتر مرغا چرا شتر مرغ واسه جاسوسه یا به تو هم زد حالا اون وسط نه 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 اوکی فکر کنم بهتر شد بیشتر دارم میام مثلا اینجا این شتر مرغا اگه اینجا بمیره همه میرن اینجا اوکی بهتر شد عادی شد الان همه میرن اون تو اینا هم این بازی صحیح نیست من از خوب شهیده بیاد 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 چون من بیاد در چه شما بیاد نق من نق بودو بودو ببن ببن یکی بود یکی بود عالی یکی باش کده دیده کاری بود که باید میکردیم الان همه سر بگیم تو خدایم نمیتونی یه نارنجک بندازی بمیرم نه حالا من فکر میکنم این چیزی که بچه بودم من فکر میکنم این نارنجکه ولی این باتون ده باتونه آره ولی ما الان کلی کار قشنگ انجام و هیچکی هم نمیگفت که چطور در میبندی چرا آقا در چرا میبندی بچه رو با نمیکنی خودت حالا همه رو انداختیم تو تو همه رو تو میمونه و ما کارمون راحت انجام میدیم اینا خیلی دوست داشتم بهشون بدیم چقدر بامزه خب الان میتونیم راحت کارمون رو انجام بدیم الان هیچ فقط اینا اومدن بیرون که اینا هم جسد دار اینجا نمیبینن که آخر به ماشین میایم زیرشون میگیم گیر بیاد تو الان گیر بیاد اینجاست کلا بازی رو بر زیر سوال خب اوکی ای وای اینا نه اینا نه اینا لود اینا میخوای یک کویک سیف کن خب الان ما 12 دقیقه شدیم که بیرم پشتتون آقای محترم مرسی آمون دید اوکی چون دیگه کسی خبری نیست آره میتونم قشنگ از پشت آروم اوکی اون یکی دیدت بریم اولیشون رو بکشیم چقدر بیرم آخه اینا میبینم بعد جسد اینو این پشت بکشه آها اون میبینه باز ای خدا زیاد هستن که هم دیگر ببینن خب بیار سر یه جایی آروم وای میسیم اینجا ببینیم اگه اینو دیدم ما سیو نمی کنیم کار بی احتیاطی هم انجام نمیدیم خب ما ایشون رو باید یه کاریش بکنیم ایشون مشکل میخوای اونی که اون بیرون داره راه میره رو بکشه بیان ایشون رو کشتیم دیگه یه سیوی کاش که دیگه میکرده ایش کنم اوکی ببخشید ای بای گرینبرد داره میاد اوکی اینجا یکم مشکله خب بیایید به مظلوم برمیتونیم سنگ بینداز و سنگ باشید سنگ فقط اینایی که اینطوری وایستادن و چیز فکر موقعی که تو این لباسی نمیتونی از سنگ استفاده کنی اوکی الان آره اوکی بذار کارا رو انجام بدیم کار زیاد داره الان اونا رو رو بکن اونجا آره اینجا بیچارات فریز هم میشه خب اوکی ما از کجا شروع کنیم اینجا رو صدا چیه؟ صدا یکی رو جیغ میزنم آره آه صدا یک چیز هست
مگه زنده مونده نه صده شوتورماخ که زنده نمونده صداش مونده رو بازی بازی رو اصلا خراب کرد آرسته داریم یه کاری کرد هرچین پیروزی باورت نمیشه آلمانی ها رو انداخت تو قفس خیلی فانی بلد نیست اصلا شوتورماخ چهار تا کشتی من نمیدونم او شد نه میبینه نه خودش میبینه خودش میبینه چون دستمونه نه واقعا برمیگرده میبینی چقدر اذیت آره خیلی شد یه جوری یکی دیگه سیو کن یه سیو دیگه بکن سیو که زیاد اوکی اوکی بیا اینجا بیا واسه اینجا چی میخوای اصلا 88 مرسی اوکی از اینجا داش شروع میکنیم البته اینجا فکر کنم دیده خاصی نداره اینجا اون کیه؟ اینو اصلا من ندیده بودم نه اینجا بچه ها همرنگ زمین هم همرنگ زمین خب یه پاترول اینجا داریم پاترول میخواد برگر بمیدی کسی نه کاری کارکتر من تو باگ گیر کرده وای خدای من برنگرد برنگرد وای ببین چه داری ما پشت ساختمونیم خالی بندیه از اون پشت میبینیم اصلا همه هیچ کاری نمیشه حالا مرحله اولو ببینید که بدتره خب پس نسخه یک بازی چی بوده که این تازه خوب بوده ببین مثلا اینجا رو سنگ و اینا اضافه شده تازه زارا سنگ پرتاب کردن آسون تر شده یکم نه مثلا اومدن یه سری ابزار بهت بدن که بازی رو بتونی تحمل بکنی که بتونی بازی رو تحمل کنی یه الان چجوری میخوایی دوتا رو بکشی؟ ببین فکرم نشه چون اونا میبینن اینجا رو باید بکشی؟ حتما حتما باید بکشی ببین موقع که داریم ماشین میدیم اینا میتونن ماشین اینا بتره کنن بسه همین باید یکم مراقب باشیم یه دقیقه اینو نگاه کنیم ببینیم کجا رو داره چک میکنم اگه نمی‌بینه ما این دو تا رو پشت دیوار آره می‌بینن دیگه هر کدوم دو سوم مپ رو می‌بینن پشت دیوار رو می‌بینید دید نداره پشت دیوار اوکی ما دیگه پشت خونه راش می‌بینیم سیف کار کنیم ما می‌تونیم یه کار دیگه بکنیم بیایم با این صحبت کنیم بعد با گرین برت بیایم اینجا آفرین این قشنگ‌تر بود بود ببین دیگه سر پشت سرشون هم دیگه می‌بینن الان برو من نمی‌دونم برای شاید سربازهای موقع داشتن این قابلیت ها رو الان برمیگرده الان برمیگرده ساخته وای عجله نکن ببین چون میام اینجا چون اینا برمیگردن بیا اینور بیا این پشت اوکی میام این پشت بیا اینجا وایس سر فرصت اصلا بازی نیست که عجله بتونی بکنی پیش به نظر نازجان سپیدران داره مرحله اول 4 دقیقه ای سپیدران رو ول کن اوکی کجا وایسین؟ خوبه اینجا؟ وایسا قشنگ سر فرصت بیا این پشت این و میدونی چند بار میمیرم توی اسپید ران سر همین سه پشت صندلی رو ایشون میبینه به نظره یه سوتی میدن مثلا لون آه پشت صندلی نادر دارم میرم نمیرسی وای زدیش یه داد اشکال نداره نتونست تیر اندازی کنه سارا اینا رو کشتیم درسته آره اینا رو کشتیم خب الان چند نفر دیگه مونده یکم پایین مونده دوستان این خونشون یه تیکه میمونه این تو همه نسخه هست آره آقای گرین بیرد شما همینجا عملا درایور با درایور کاری نمی کنی تو این مرحله فقط آخرش میگه فقط آخرش درایور یه سری استراتژی دیگه هم داره که میتونیم خیلی وحشی بازی کنی و همه رو به رگبار میاد چون یه اسلحه رگبار داره و یه اسلحه دوربرد هم داره خب ما از اینجا شروع میکنیم آروم اینو میکشیم میاریم پشت بعد ایشونو میکشیم میاریم پشت بعد ایشونو باید گروگان بگیریم که پشت ماشین بیاریم با خودمون حالا داستان گروگان گیریش هم تعریف کنیم این داستان گروگان توی اکسپنشن اضافه شده من تا اون جایی که یادم 100 درصد مطمئن نیستم ولی این داستان گروگان میگیریم توی نسخه اینجا میگیریم گروگان گیری آه ایشون هم تو کجا برمیگرده میبینه؟ ماشالله ایشون هم یکم مشکل داره ته میبینه این صحبتاش یکم همه این کیه الان؟ راننده است با توم داری آره امیدوارم نبینه بره آی وای درایور بر نمیداره خب بکشش یارو نمیتونم باشم تیر بعد بکشم خب من میفهمم دیگه خب پس با درایور نمیتونی هیچ کاری بکنی در واقع اونقدر مؤثر نیست
کاش که میتونستم یه جوری دستبندم ندارم که دستبند بزنم بهش. اون حالت اینونتوری که بتونی انتخاب بکنی از وسایلتو نداری تو این دسته که توی 3 و 2 اومد درسته؟ آره تو 2 میتونستید اسلحه‌هاشونو بردارین. من شاید اینجا یکم بتونم یه کاری بکنم. اینونتوریت خیلی خوشگله تو 2. موفق شد. ای وای آخرین به همین خیال باش. آخرین قدممو دید. خب کلیک کن این این پاترولن اون یکی آدمم بعد بپاد. خب بعد یکم منتظر بمونیم. فیلم همینی چقدر غمگین مرده اون. آره دیده اینو بزن نمی همونجا اینجا مندازین؟ بذارتون سیفه خدا میبینم به وسط راه کنم. البته ببینم فایده نداره چون کسی نیست بیاد گزارش کنه دیگه. همه رو همه رو انداخت تو قفس. اون ستا رو با هم چجوری میخوای بکشی؟ نمیکنی این ستا رو نمیکشی. پاترولا رو معمولا باید بیخواد. حتی با درایور میتونیم اصله درایور رو نشون بدیم اینجا که اینجا اینا رو میکشیم. ولی الان اینجا مشکلی داریم. این میبینه اونا میبینه. ببینید آها اینشون دست جسد رو دید. آخ چه خب چه بهتر. من میتونم اونجا بکشم. اونجا آفرین. خب خیلی به نفعمون کار کردین دوستم. همه هم بقیه هم صدا نکرد درسته؟ نه فقط میره چک کنه ببینه چه اتفاقی افتاده. این اصلا خودش مدل استراتژی ها تو شادو تاکتیکس همین رو ترقیش داده. مثلا تو سپیدران همین بازی هم اینطوری استفاده این میکنن. خیلی باید سرعت عکس العملت یا پرفورمنس زیاد باشه. تو شادو تاکتیکس میتونی بری روی تیکه برف راه بری رد پات میمونه. اونا به اون رد پا میرن سمت اون بعد تو از پشت مثلا میکشی. میس دایرکشن دیگه مثل سری پارت کردنه ولی حالا مثلا تکنیکی تر داره خیلی خوشگله. الان یه نفر گروگان میگیر درسته؟ الان آخرهای مرحله این خب یکم اینجا ما فقط مشکلمون این یه دونه آدم ما بعد درایور رو بیاریم الان جدا. درایور باید بیاد سوار ماشین شه نمیره. آره فقط گرین بریت میتونه از رو دردی. وای الان تایم خوبی نیست ولی تست میکنیم. میمیریم چه امیدی نداره. آره خب چه کاری انجام دادیم؟ اینا رو کشتیم. چرا گرین بیرد گفت دان؟ خب چی کار کنیم؟ بعد منتظر بمونیم یکم بچه ها که این دوباره بیاد که دوباره مثل مسیر مرحله اولت بیا از اون آره پشت بیاریم. از پایین بیام برم که زارا استیلی پایرو در چه حاله الان؟ گفتیم راجبش حرف زدیم راجب استیلی پایرو. ببین گفتیم که بازیاش فقط همین کماندوز ها بوده. خیلی عجیبه کلا من سرچ میکردم چند وقت راجع بهشون خیلی مطلبی جایی ازشون نمیبینی. نمیدونم چرا یه پایرو موبایل شده الان فقط. الان کسا هیچی تغییر کاربری دادن کلا. جالبه که این بازی هم موقعی که میساختن خیلی سوداور نبوده. متاسفم واسه همین میرن روی فرست پرسن و این کارا رو میکنن. آره دیگه ولی تو زحمتی که میدونی چقدر سخت طراحی همچین بازی پوستشون کنده بوده. این نسخه با باش صحبت چرا نمیکنی؟ خب میس دایرکتش کنی. تا چون نمیتونم بکشمش. خب باشه باش صحبت کن میس دایرکتش کن اونو از اون ببر بیارش دیگه. کدومو؟ جایبر دیگه. ببین الان اوکی میتونی فقط منتظر بمونیم ردیفه. اوکی باشه ولی میگم میتونی مثلا باهاش صحبت بکنی. ببین چون موقعی که میخوام برگردونمشون اینا میبینن اینا برمیگرده. من الان سپای آوردم اینجا. سپای آوردمش که سری برمیگرده سری بکشمش. آها چون بعد به اون بکشم بعد به اون برگردونمونه بعد با این ور دارم ببرم چون این تایم اینا برمیگرده. الان لکیشون نبینه. اوکی اون سری وقت سر داشتی میگفتی چی میگفتی؟ راجع پایرو که الان شده پایرو موبایل درسته؟ آره ببین شدن پایرو موبایل که هیچی حق امتیاز کماندوز رو فروختن به یکی دیگه هیچی. خب بس اشتینی مستر هم یکی دیگه ساخته. الان اشتینی مستر رو حقش رو یعنی حق امتیاز کماندوز رو فروختن به استدیو اشتینی مستر کلیپسو. بله. ببین فکر نمی کنم حق امتیاز بازی رو به اینا فروختن. سرشن چون کلیپسو گفتن میخوام نسخه جدید بسازم. گفتن اینو من اینو خوندم. خواهش میام از تیم فکت چکمون آقای پیروزی ببین ویکی‌پدیا داشته باشه. ببین کلیپسو گفته میخوام تهش یه جایی نوشته بود. خب بفهمید شما. من اصلا آره آره انتها فکر کنم گفته حالا بیا چک کنیم که اشتباه نشه. خب بچه‌ها اجازه بدید. اصلا خودت بله بله آقای پیروزی از پشت صحنه میگن که درسته.
به کلیپسو مدیا فروختن. بله. They plan to publish new فلان. ما ایشونو احتیاج داریم. خب چرا نمیکشی؟ چرا نمیگیریش؟ چون این پاترول اینجا. اوکی میتونی یک کار دیگه. میستر دایرکت فقط اسپایر رو میگیره یا نه؟ ما اینجا اینطوری میستر دایرکت. دوستانم باید میستر دایرکت باشه. فعلا اینطوری وایسیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. چند نفر رو میتونیم میستر دایرکت کنیم؟ یه گروهان پاترول چون فرمانده داره نگاه میکنه. بیچاره چرا هیچی نداره این درایور؟ گروگان ولی میتونه بگیره. آره ولی باید چیز کنه گروگان بگیره. ضعیف‌ترین کاراکتر بازی چاره. راننده است دیگه، دست فرمانش آدم حسابیه ها، اینا بک‌گراند داره هر کدوم از کاراکترها که اصلا چی بودن بچگی، بعد چجوری رفتن به ارتش، بعد چجوری کمانده شدن. آره بابا همه‌شو داشت، خیلی خوب. خب بچه اینجا استراتژی بهم بدید. بزن گروگان بگیرش دیگه. ببین گروگان بگیرن، خب اینا میبینن، اینا دارن میان میرن و اینا هم هستن، ما بین دوتا پاترولیم. ما شاءالله شما سریع عوض میکنیم. بذار یکم فکر کنیم. اینا آخری ها؟ آره اینا آخری ها. دیگه طبعا کار میتونم. اینا میتونیم آروم این دوستمون هم. نمیم یه دونه رو نکش. در رو. مگه اینکه بتونیم یه برنامه پیاده کنیم که دریم. آخه میدید مشکلش تو درایور هیچ راه دیگه ای نداره به جز اون در ورودیه که وارد مرحله بشه. خب ببین برو بکششون با درایور بکششون. آره میتونیم ببینیم میتونیم بکشیم. تیر بزنه یعنی؟ نمیدونم. خیلی ریسکه. چرا اسپای بوردی از اینجا اینا رو میستریک میکردی؟ اینجاست. همینجاست. نه. نه رو درایور بوده. درایور رو بیار کنار دیگه اونا میبیننت. اونا الان میبیننت. اونا میبینن؟ آره. نبینن. الان دراز کشید رو زمین نمیبیننش. نه اینجا اینطوری برمیگردن میبینن ها؟ میبینن آره. اوه جلو چشم خوابیده. بیا آقا. نمیشه از اون ور بشه. درایور از بالا بیار خب. از کجا؟ بیا پایین نه نمیشه از رو دیوار نمیشه. بیارش کنار بیارش کنار. نبینن. وایستاد. Yeah. چرا وایستاد؟ من هیچ دکمه مربوط به وایستادن برایش ندادم. فینیشت. خیلی خب اینجا خوب ما استیو بکنیم بچه ها. بریم گرین بیرت بیاریم اینجا میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا اینا رو بکنیم این ور نگاه کنن. ببین اینجا نیروهای تو هم گروگان میگیرن نه؟ آره زندانی میشن بعضی وقت. ببین تو دو سه اینجوریه که این غیرتی بازی ها نیست ببیننت گرفتنت. خب اینجاها تو یک اینجوری بود که اگه مثلا میدیدت یه موقع تهدیدت میکرد اگه تکون نمیخوردی میگرفتنت زندانی میشدی بعد میرفتی یارتو نجات میدادی مکافاتت مثلا 1000 برابر میشد. بچه ما باید یکم حوصله خرج بدیم این قسمت آخرش رو. خودت تمرین میکردی چجوری تمام میکردی اینجا رو؟ به دقیقا همین این قسمت رو باید بکنم من که مثلا اگه گرین برت بود ما اینچون رو میکشتیم. الان این ستاپ خوبه. الان عالی شد. الان اون از اینجا اونو میبینه من شرط میبندم خیلی بود نه اون بردش چقدر اونا رو نمیبینه این که دمه داره میبینه اینقدر اونا رو چک کردن اونا رو ول کن دیگه الان اونا رو چک نکن فقط الان گرین برتو بیاد و این پاتروله که پایینه اون پاتروله پایینه که تو رو که نمیبینه تو گرین برتو حواست باشه بیاری ببینیم دیدش چطوریه یوی یوی وای نه اینجا دیگه خب بایسته 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 آره آره نه نمیره 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 بعد این خیلی زود برمیگرده پاشو الان برو الان که نه رو دوباره یاد رو دیگه رو برگرده خواستم بیدم آخرین قدمی که میتونم بردارم چیه همینجا خوبی الان حالت گروگان رو بزن بابا دوربین چرا عوض نمیشه یک برو برو الان گروگانش میتونی بگیری؟ آره فعلا بیهوشه میبریمش قشنگ اون گوشه
کارمون انجام بدین. حالا میتونید درایورم بیاری تو دیگه. آره دیگه میتونیم درایور. اینا حواسشون نیست میتونید درایورم. این یکی از سخت ترین سربازاست این دمه دروازه، چون زود زود برمیگرده. همیشه همه مراحل این تیپی یکی دارن از همه بعد غلطه. دست به هم زد فقط به پاها. آره پاترول ایجان پاترول حواسی باشه. نادرم هیجانی شده واسه بر به پا عجله. آره بذار برگشتن سنی بود دو اصلا کسی نمیبینه برگشتن. این حرکت از پا یکم بیش از اندازه قویه. ببین همه بازی اینجوری یه شخصیت اینجوری دارن. آره چه تاکتیک هم خانمه رو داره. آره خود این داره ولی من سعی میکردم بالانسش کنم. اینم یه خانومی داشت تو دو جاسوست یه خانومی هم هست. درست میگم دیگه افشین اسپاردوس خانومه دیگه اسپایت. آره تو دو اینم خانوم خانوم داره. آره اینجا هم یه خانوم داریم که حواس پرت میکنه تو همین نسخه اقواگری میکنه. بله اسمش هم اصلا همینه. سداکتر. خب بچه ها فکر کنم دیگه کارمون کم کم تمامه. بعد کی کشته؟ کی بود؟ من چنم قشنگ بود. مرسی که کار تمام بود. اینجا چه زیاد از اینجا اینکه کارشون رو انجام میدن اونجا رو دوست دارم. درسته که درسته که رو زندانی کردی تو قفس. ولی میبینی ولی میبینی یعنی بیش از این نمیتونستی تغییر کنی اینا رو. خیلی قشنگ بود. یه 20 تا قفس شتر بود. هر کدوم کشتن هر کدوم از اینا خودش داشت. بچه‌ها این تمرینایی که کرده بودم هیچ کدوم انقدر قشنگ همش نشده بودن. نرفته بودن تو قفس. خب بچه‌ها همه یه ور رو دارن نگاه میکنن. قفلین دیگه. همه به یه چیزی به این سمت دارن نگاه میکنن. قفلی روی ور. گروگانش؟ خب این گروگرام خیلی سیستم جالبی داره بچه. چیکار مثلا کنیم؟ تو این محدوده میتونی این سرباز هدایت نگاه کنی یو آیش چقدر خوشگله. چون میتونی آها بهش بگی بیاد اینجا. آره نگاه کنی بعد این کاراکتر خودم اصلاً براش گرفتی نشستن چقدر رو جزئیات گرافیکی هم کار کردن. چرا اینو حذف کردن؟ بچه این قسمت آخر همیشه موفقیت آمیز نمیشه. چرا؟ پس سیف کن قبلش. آره سیف کردم. خب نه سیف کن. او اسپایش هم با بیاره. بره تو چون سوار ماشین بشن فکرم صداش میده. سیف کن. راننده رو انتخاب. اسمایی که نزاره جالبه چون اون یکی راننده داره رانندگی میکنه. خیلی جالبه این داستان. آلمانی داره رانندگی چون ما بهش گفتیم اون داره رانندگی میکنه. بیچاره بدبخت. جالبش اینه که اینجا فکر کنه یه دقیقه اینو چک کنه من دقیقاً اینو و گیر نمیدن نکنه چون راننده چون سربازه. ولی وقتی میخواید نشون بدم که وقتی من پشت فرمونم چطوریه اوکی ببینیم. آره میتونیم زیرشون هم بکنیم. حالا میخواید چون بخ نه زیرشون نمیکنه اوکی نه فهمیدم تمام وای آقا دم شما گرم. خسته نباشید. آره خسته نباشید. بریم کامندوز 3 واقعا سخت. مرسی. خب الان اومدیم سال 2003 2003 و به کامندوز 3 برو دستکش برلین که سارو برامو تعریف کن این مرحله الان چی کار باید بکنیم تا قبلش پنی توضیحات دیگه هم. خب من یکم سریع بگم که چی شد. ببین کلا کماندوز 3 سه تا چپتره کل بازی که هر کدوم از این چپترها چند تا مرحله مجزا داره. ما مرحله که انتخاب کردیم مرحله آخر چپتر 1 که مرحله قبلش که اینجاست الان میبینید ما رو میگیرن. نقشه فرارمون لو رفته ما رو میگیرن منتقل میکنن به یه جایی که نمیدونیم کجاست زندانیمون میکنن. و الان با این ایشون گرین برت شروع میکنیم. شما بفهم. آره بازی دو نسخهش تنها دو نسخهش از برای کنسولم عرضه شد. یکی همون کماندوز 2 من آف کاریج و کماندوز استرایک فورس بود. یعنی کماندوز 1 بیهایند انمی لاینز و بیاند کال آف دیوتی به همراه دستینیشن برلین انحصاری پی سی بودن. نکته که جالبه تفاوت فاحش
امتیازات نسخه پی سی و نسخه کنسولی بازیه. سارا سیگار یادت نره، حالا توضیح هم باید راجع به سیگار و اهمیت سیگار یه چیزی بهتون بگم که حتما یادم بندازید سیگارا رو، سیو و لود کردن یادم بندازید، بیشتر سیگار رو یادم بندازید. اول میبینی همونجور که میبینی دوربین میچرخه، قبل از اینکه سارا توضیحاتش رو بده، آره نسخه پی سی بازی کماندوز 2 متال 87 گرفت، ولی نسخه PS2 و ایکس باکسش 67 گرفت، چون خب خیلی سخت بود اجرای کنترل های اون روی کنترل اون زمان. چیزی که الان دیدیم شادو تاکتیکس بهم، یکی از اصلی ترین چالش هاشونم اون همین بود. حتی اینایی که ریمستر هم داشتن درست میکردن میگفتن ما پوستمون کنده شد که خیلی سخته این کنترل رو در آورد. که به نظر من شادو تاکتیکس فوق العاده است. واقعا نمیدونم چطوری شادو تاکتیکس اون اینا سیستم روی کنترل رو پلی استیشن پیاده کرده. چون بازی پی سی ه، میدونی ماوس و دوربین مثلا باورم نمیشد بشه بازی کرد با کنسول. من خودم رو پی اس 4 تماشا کردم. دماش رو فکر کنم من ترسیده بودم، فکر کنم دماشو تست نمیشه نه اصلا. خب ما گفتیم چی شد، اومدیم و مرحله قبل ما رو زندانی لو رفت نقشه فرارمون. خب هنوزم نمیدونیم کجاییم، فقط میدونیم توی سلولیم زیر زمین. ما رو که انداختن توی این سلول، این دوتا دوست عزیز، اون که یکیشون اسنایپره اون یکی هم سپره که کار با مواد منفجرش و اینا خوبه، اینا رو داریم ما فعلا تا اینجا. یه سوال سارا، اول بازی شروع شد شما توی سلول بودید؟ اگر در برم بیرونید اومد چکت کنه، یه کاری داشت، فلان داشت. چه کار ریسکی یه دفعه همینجور تنهایی اومد سپر؟ فکر نمیکرد. ببین چیزا تو ازت گرفتن، خب تو الان هیچی نداری تو اینونتوری. مشتی سپر به اسم توماس هنکاک، ملقب به توماس اینفردو هنکاک، 14 ژانویه 1911 توی لیورپول انگلستان چشم به جهان گشود. توی سال 1933 به عنوان یک کسی که تفنگ به دسته برای تو لیورپول شروع به کار کرد. بعد 1934 هم به اکسپلوزیف دپارتمان، یعنی دپارتمان انفجاری پرد. پس شما فوتبالی که دوست داشتید لیورپول بود؟ نه آرسنال. آقا کنسل برنامه. برنامه رو جمع کنیم. 5 سال ما داریم به اینا میگیم فقط آرسنال. میگیم باید من همین که میدونم جوابتشون تیم انگلستان خیلی آره واقعا اصلا حسبه اصلا دیگه آقا کنسله ریلود کنسله آرسنال اوکی یه توضیح راجع به اینونتوری دیدم میدیست آره که چقدر تحقیق کرده من فعلا فقط دارم لوت میکنم چون آیتمامون و هممون ازمون گرفتن که یک چیزی بالاخره نیروهام داشته باشن. فرمودید راجع به چی؟ سیستم اینونتوری. آره. ببین ما اینجا یه اینونتوری داریم، حالا بیشتر راجبش جلوتر توضیح میدم. خب فعلا بذار این نبوده تو نسخه های قبل. ببین ما الان چاقون رو برداشتیم دیگه راحت شدیم، تا قبلش باید اینا رو هی با مشت عزیزم های محترم الان چون زیر زمینی زیاد سر صدا بکنن چیز نمیشه، مشخص نمیشه. نه ببین تو بعضی از مرحله ها آدمایی که تو اتاقای بغلن ممکنه بیان سراغت. خب ولی اینجا نه، اینجا کسی فعلا تا حدودی مثلا نمیفهم. اسم واقعی گرین برت که ملقب به قصابه هست جک اوهارا، 10 اکتبر 1909 به دنیا اومده. متولد ایرلند هست. بله. توی متولد دابلین ایرلند، تو بعضی از نسخه‌ها هست اسمش جری تاینی مکهیل. ولی خب ما این دوستمون هم میکشیم، بچه‌ها رو هم کم کم. این صدایی که می‌خواد چیز بیان پایین خیلی. یکم که پدر جان سنی از شما گذاشتی که. سارا چرا در مورد این کنترلر ها این هاتکی ها و کلیده میانبر به این بازی گیر داده بودن؟ ببین یک کم خب چون تعداد کارهایی که میکنی زیاده، تعداد کلیدای میانبرت کمه به نسبت اون کارها. مثلا چه چیزایی رو الان من دقیقا میگم، بذار این نیروها هم بیان پایین. ببین ایشونو که برمیداری، شما این نایفت یا اسلحت روی یه چیزی ستش میکنی، خب با کنترل که نگه داری رو هر کدومشون بزنین اتفاق این چیزی که انتخاب کردی و اصل، ولی خب برای بقیهش نداره. یه تب داره برای همون دیده آدم ها، یه زد هست برای اینکه مثلا گشتن جنازه و اینا و اینا کلیدای چیزشه. و حالا این F5 و F7 رو جلوتر توضیح میدم که چیه. بریم بیرون. فعلا بریم. تفاوتی هم اسپای در نحوه لباس پوشیدن و اینا داره، درسته سارا؟ حالا اینا رو همه رو جلوتر. اینا رو توضیح بده. ببین اینجا چی شد، ما سه تا نیرومون داشتیم تو مرحله قبل دیگه، ماها رو همه رو گرفتن. اومدن اینجا بعد میبینیم یهو جاسوس اینجاست. جاسوس برای ما تازه توضیح میده که چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که افتاد یکی از هم تیمیای خودمون به اسم اودانل که الان بهش داره فوش میده اون پایین،
این نقشه فرارمون رو نه تنها لو میده، بلکه میاد چیکار میکنه؟ قرار میذاره با آلمانیا، با یکی از رهبرای ارتش آلمانی که بیا تمام اطلاعات حالا این جبهه رو بده بهشون. خب این اتفاق میخواد اینجا تو برلین بیفته، مثلا یه مدت دیگه ای، یه چند ساعت جلوتر. خب ما کارمون چیه توی این مرحله؟ کارمون اینه که خودمون رو برسونیم به اون لوکیشنی که اینا قرار ملاقات دارن. اون لحظه‌ای که این میاد سوار ماشین طرف شه، ما تو همون لحظه‌ای که داریم اینو باید بکشیمش، وگرنه بره که در میره. الانم کاری که داره توضیح میده جاسوس، داره نقشه های راه های موجود برای تموم کردن این مرحله رو داره یه دور توضیح میده. یعنی اینجا میگه کجایی؟ یعنی در حقیقت شما میتونی چندین روش مختلف مرحله رو بفهمی. بله بسیار، الان همه جاشو نشون میدم. من بسیار وسیع کاتسین های بازیه، درسته؟ آره من خودم خیلی این کاتسین رو دوست دارم. با هم میتونیم ببینیم. یهو میاد محیط بیرون و بالا رو، تو الان زیر این زمینیم دقیقاً. نمیدونستی کجای اینجا میای میفهمی که دل آره میگه هنوز نمیدونی کجای برلین جاسوسه. چه جای سنگین. کاتسین رو فیلم نگاه کن. میده سگیه ولی بعدا نمیبینیش دیگه تو مرحله. من نه. آره همین ورسان تو همین ران. من اینجا یه سیوی یادم بندازه، سیو دستی. این اون افسریه که قراره با اون افسر خائن ما ملاقات کنن. خب آه. حرف نزنن که اونجا رو نگاه کنن. آره خواهیدش رو بشنن. البته این همه نیروی که میبینید نمیمونن تو این شهر، الان میرن. سخنانی این دوستان که تمام شدن همه میرن. سیف دستی الان بذار برم بالا تا اینجا ها سیف. خب ما دیدیم که جاسوس رو داریم، همیشه اولین کاری که بهتر بکنیم که لباس برای جاسوستون پیدا کنید. ما میریم که لباس برای جاسوس. بعد اینکه سارا شما میتونید لباس رو به هم دیگه منتقل کنید، درسته؟ کلا آیتم ها رو همه رو از طریق اینونتوری میتونی به هم دیگه و همه میتونن از همه چی استفاده بکنن یا نه؟ تقریبا آره، مگر اینکه یه سری چیزایی باشه که تو تخصص اون یارو فلیم تروئر و این چیزا باشه که تو تخصص اون دوست مینیا بمونه. مثلا دستگاه مینو فقط اون داره میتونه مینو. خب ما اینجا باییم تو این محیط داخلی. من این F5 و F7 هم نشون میدم. F5 جای دشمن ها رو نشون میداد، F7 هم آیتم هایی که میشه تعامل کرد، آیتم هایی که میتونی باشون تعامل کنی. ما چون لباس این آلت هم دوربین و اینجوری فلان میکنم، من میدونم هم که سیو نکردم. میدونم این داستانه که داره دوربینه میچرخونه، گویا برای اولین بار بوده که از موتور سه‌بعدی اینطوری ایداس و پایرا توی بازی استفاده میکنن. توی نسخه قبلی میتونی چهار جهت بچرخونی، نه به این مدل که بتونی این کار انجام بدی. کاملا اینجا مدل همه سه‌بعدی شدن. یه نکته هم که هست اینه که تفاوتی که اینجا داره توی قبلی ها باید حتما بیهوش میکردین که بتونین لباس رو بردارین، ولی تو اینجا میتونین بکشین و لباس رو بردارین. و یه تفاوت دیگه ای که هست اینه که شما خیلی کارت راحت تره. آره تو این میتونین بکشین با یکی، اصلا با گرین برت بکشین، بعد بیان لباس بدین به اسپای. ولی خب تو قبلی اگه میخواستی لباس کسی رو برداری باید با خود اسپای میکشت. چقدر نامردی. خب ما اینجا وای میسیم که همه این نیروها برن، بعد میایم بیرون چون میبینن این نیروهایی که الان دیدید دم بر سخنرانی اومده بودن، درسته؟ بله. چیزی در مورد میدان دیدشون اینجا خیلی باریکتر و کوچیکتر شده همونطور که داره میبینید. آره یک مقداری. ببین ما اول از اینجا شروع میکنیم، سه تا آدم داریم، اینا رو به ترتیب بکشیم. اولی که میکشیم ببخشید این دوستمونه، همه رو ماگیریم کنیم بره، درسته؟ تقریبا 90% مرحله رو با همه چیز داره خیلی خوبی. آثار در مورد دویدن به دوی میشنون، درسته؟ نزدیکش موجه رو نشون نمیده ها، ولی نزدیکش بدوی تو دون موجه رو نشون میداد. خب من یه دقیقه سری میام اینجا، اینم سری هماهنگش کنم. این نمی دوره نزدیکتر آخه میتارستم نبی اوخ منو میبینه ببین مثلا این دیگه از اینجا از نزدیکش میتونی بری بکشش. خیلی فلکسیبل تره بازی به نسبت
نه میندازیش تو این؟ آره جسد ها همه رو خونم که میمونه هنوز توی دو هم بود توی یکم بود جای خون رو آره میشه. ولی خیلی جالبه که آدم بعد از این همه فروش مثلا نسخه اول تقریبا 1.5 میلیون نسخه فروش داشت، دومی گفته بودن بیش از 500,000 تا و این و کل مجموعه کماندوز اگه اشتباه نکنم دوباره 5 میلیون بیش از 5 میلیون نسخه فروش داشت که اگه اینجا چک کنید دوباره میبینم. ولی باز فکر میکردن که این سبک دیگه جواب نمیده و پایرو رفت روی سبک اول شخص که خیلی اشتباه بود. استرایک فورس بود اسم بازی درسته؟ بله. با اینکه مثلا یه بازی مدرن مثل شادو تاکتیک واقعا 3,300,000 نسخه فروخت که 41 میلیون دلار درآمد داشت برای ایداس و پایرو. من آیتم های هر کسی رو دارم میدم به خودش، مثلا لباس رو میدم بهش. آره رفته گیری یه دونه همه رو برداشته غنایم جنگی و ایشون رو لباس رو بهش میپوشونیم اینجوری میاریمش اینجا. آقای جاسوس به اسم رن دوشان که اسمش رن سپوکی دوشان چه ژاپنی فرانسوی با چند تلکت توی لیون فرانس به دنیا آمده 20 نوامبر 1907 هم تاریخ تولدشه. توی سال 1934 رفت توی سیکرت سرویس فرانسه و بین سال 1935 آره از اون صدا شد صدا پاموشه. بین سال 1935 تا 1938 رئیس سفارت فرانسه توی برلین بود. احسنت بریشون. مالا اون تا اون دوستان برگرده من هم یه پروفایل هایی میدم که بچه آشنا بشن باش دیگه. طبعه اینم میزنی من اینو کشتم یک نمای کلی از مرحله نشون میدم که اصلا میدونیم چی کار میکنیم. این یه لحظه چون صدای پای ما رو شنید وقتی که شک میکنن این دیدشون به قرمز رنگ تغییر بده. ولی جاشون حرکت نمیکنن نه؟ شروع به حرکت کردن نمیکنن؟ اما مسیرش منحرف نمیشه مگر اینکه جنازه ای دیده باشه یا یک اتفاقی چیزی. اشتباه دارم میزنم. نه سپایه دید ولی نه. حالا میخوایی الان کویک سیو نکن نمی کنم را حواسا دقیقا همین تریکش همین میام سیو و لود کردن بازی واقعا جز یکی از هنرهای بازی ببین فقط شک کرد. خب ما حالا این دوستمون رو هم میشونیم که بریم یه نگاهی به مرحله بریم میبینی یکم بالانستر شده بازی از لحاظ تشخیص دادن دشمن ها توسط دشمن ها دیگه تا به محض اینکه ببیننت یا شک کنن به تیر نمیزنن. دقیقا یکم منصفانه تر شده. خب ببینیم ما از اینجا مرحله رو شروع کردیم دیگه، از این زیر زمین اومدیم بالا. این مسیر مستقیم رو اگه بخوایم بریم، این مسیر مستقیمی سکویه که طرف داشت صحبت میکرد و آدم ها وایستاده بودن، میبینیم که چقدر سفت داره ازش محافظت گارد میشه. این ورم ما چیه؟ این ورم یه زمینیه که یک عده آدمی وایستادن، تانک و تشکیلات. میریم جلوتر تا میرسیم به این چهارراهه. اینجا باز اینجا سر این چهارراهه یه سری ها گاردن. عرضم به حضورت که اینجا هم یه چند نفری وایستادن. ببین بذار کل مرحله رو نشون بدم. این ساختمونه، این ساختمون خودش اینجا یک مسیری داره، پشتش رو میبینی چرا؟ آره چه سیستم و راهی و فلان و اینا. کلن ما اینور نمیریم، اینو میخوام بگم. اینجا خود این ساختمونه یک استراتژی دیگه ایه، یک مسیر دیگه ایه. ولی ما مسیر اینوری رو ما اینور رو نمیریم. ما تصمیم گرفتیم با تیر اسنایپر و همین تغییر لباسی که میدیم مرحله رو تموم کنیم. خب تیر اسنایپر کجاست؟ تو این ساختمون. ما برای اینکه بیایم بریم تیر اسنایپر رو برداریم باید اول بیایم این آدما رو بکشیم که بتونیم وارد این ساختمون شیم. یه دور توی ساختمون رو پاکسازی کنیم تا برسیم به این بالا. هم این گارد رو بکشیم که این داره میره میاد و این پایین رو میبینه، هم تیر اسنایپر رو برداریم. حالا اینو چرا میخوایم بکشیم؟ برای اینکه هدف نهاییمون تو این اتاق است. خب یعنی ما هم خودمون باید بریم اینجا آماده باشیم که اون آدمی که میرسه رو این تو بکشیم. این 6 تا عزیزی که میبینی اینا قوی ترین نیروهای مثلا این بازیگر گشتاپان. اینا به هیچ وجه پستشون رو همگی ما هم ترک نمیکنن. مثلا شاید یکیشون با سیگار نمیتونی مثلا حواس اینا رو پرت کنی و یه سری استراتژی خاص میخواد کشتن اینا. یا از رو سخت باید بری نارنجک بندازی روشون یا حالا مثلا یه کارهای دیگه که ما الان میکنیم. خب غیر از این حالا ما دیدیم که اول مسیر وسط نمیتونیم بیایم. اینجا یه ساختمونیه که یک ماشینی اینجا داره، ما با این ماشین فرار میکنیم از مرحله. برای همین باید تمام آدمای دور و برشو بکشیم. غیر از اون
پس ببینیم که اگه از این مسیر پشت بیایم راحت تریم تا از اون وسط بیایم. برای این مسیر این پشت هم دقیقا جایی که ما وایستادیم. درست. ما اینجا وایستادیم. به این شکل. خیلی. من اینجا یک سیو خواهش میکنم. درست درمون میکنم چون که بازی مون به فنا هم نشون نمیدن کلن چند تا کماندو توی این مرحله داری؟ توی یو آی؟ نه. نه مثل قدیم. همزمان نشون نمیده. آره. خب ما گفتیم که لباس جاسوس رو عوض کردیم. خیلی اینجا هر کاری نمیتونی کنی. اولا که نمیتونی بدوی جلوی سربازای عادی. بعد یه کار دیگه‌ای که نمیتونی بکنی اینه که از جلوی کسی که از تو بالاتره نمیتونی رد شی. اینجوری اینجا اشتباهی نمیتونی بگی. دقیقاً آفرین. مثل هیتمن. الان این دوستمون میبینیم که سرجنت درست دارم میگم گشتاپو. این ببینه لباست لو میره و بیچاره میشه. برای همین باید این دوستمون بره ما بیایم اینجا. ندویم. و جالبه این شخصیت اسپای یکی از مهمترین همیشه تو یکی از مهمترین شخصیت مجموعه کماندوز. آره اصلا کلن آره. این جور شخصیت ها خیلی شخصیت استراتژیکی هستن آره. برای کلی از کار کلن سیستم یو آی بازی هم دستخوش تغییر شده. این از دو اومده یا کلن توی دستینشن برلین و سه این تو دو از دو یو آی یه چیزی همین حالتی بوده دیگه کم کم ولی کن که ما حواسشون رو پرت کردیم. اینجا دیگه به حد اعلاش رسیده. بازم میگم مشکل داشتن کاربرا باهاش میتونسته بهتر باشه ولی خب یکم این داستان رزولوشن هم خیلی دیر داده بودن که چرا روی 800-600 قفل شده و نمیشه بیشترش کرد یا کمترش کرد. هم بیشترش نمیشه کرد هم کمترش نمیشه کرد. خب ما این دوستمون رو یکم باید با احتیاط بکشیم چون اینجا یه آدمی هست میاد و میره. این بعضی وقتا ما رو میبینه. نه حالا بهتر سریع اینو بکشیم جنازش هم برداریم تا این ندیده. اینجا میتونیم ولی جسد رو توی اتاق و اینا بذاریم درسته؟ آره اینجا همه کاری نه توی بوته ها چی ساره؟ توی بوته نه تو بوته من بر نخوردم. این داستان بوته مثلا تو شده تاکتیک هم هست کلن جسد رو غیب میکنه. خیلی خوبه این یکم آسون میکنه آره. مثلا اینجا رو دیکنه رو بدین که جسد نمیداری میکشی موازم باشی که کجا داری میدازیش. آه دید جسد رو دید یا تو رو دید بیرین برای جسد رو دید دید نه جسد رو من حواسشون رو پرت میکنم که چیم خوبه دیگه این حواسه گیریم برای این حواسه اینا رو فرد میکنه گیریم برای تمیز دوتا مرحله که رفتیم جفتش به سکایپ شما فکر کن آسونه داشتیم بازی کنم بیتونی تموم کنی. دوتا مرحله که رفتیم هم سپایدره هم گیریم برای نه واقعا بازی که اصلا شکی درش نیست که جز به یکی از سخت ترین مجموعه های واقعا بازی ببین کشتن آدم ها شاید تک به تک کار آسونی باشه ولی بعد میری میبینی اون مأموریتی که باید انجام بدی خیلی سخت تر از این حرف هاست و یهو یه چیزیش نمیخونه بدونی همیشه یکی دو تا چیزن که غیر ممکنشون میکنن سختشون میکنن. خب ما کارمون اینجا تموم شد این دوستان رو با خودمون میبریم نزدیکتر. اصلا ببین طراحیشون واقعا زیباست. خب من این دوستمون رو میاریم اینجا اینو میبریم سرعت سینه‌خیز رو خیلی کمتر کردن اینجا آه خیلی هم عذابه. من اینجا میام اینجا بعد توضیح میدم که چیکار داریم میکنیم که خب دوستمون رفت. ببین اینجا ما یک آدم های زیادی داریم دوتا اینجا اینه که تقریبا همه رو داره میبینه دوتا هم اینجا. خب ما از این تو شروع میکنیم به پاکسازی سیو هم میکنیم. سالا اول بازی گفت که پازله واقعا پازله باید ببینین که چجوری کی نقطه مهم نقطه استراتژیکی وایستاده که شما مثلا حواسش رو پرت کنی بعد با کی بیای بکشیش هر کدوم از شخصیتاتو چجوری انجام بدی همین مثلا چجوری با این سیگار دیسترکت کنی در واقع پیدا کردن اون راه سخته. دقیقا. اجرا کردنش شاید آسون باشه ولی پیدا کردن اون راه سخته اجرا کردنش نه اتفاق خیلی راه فکر نکنم آسون باشه. سیگار تو برد برداشتم ولی بگو هر دفعه بگو واسه اینکه جان میذارم خیلی شده جا گذاشتم. خب ما اونو کشتیم اینو یکم قایمش میکنیم اون پشت مشتا مثلا اینجاها سینه خیزشم آره دوباره جاسوسمون رو عبد با یک دو سه چهار پنج شخصت رو عوض میشن درسته؟ نبود که اصلا بیچاره
یکی اولین نسخه کماندوز یکی اومده بود این کلیده انتخاب کماندوز فقط روی دکمه نامپد سرچ شده بود خیلی جالب موس و ویل میکرد نامپد میذاره دوباره موس رو میگرفته ببین من اینو میارم یا حد وسطی که اونا نبیننش از اون بر ولی نگاهش هم میکنم این بر تو دو جور دستور میتونستی بدی هم که طرف حرکت کنه هم که طرف به یه بر دیگه نگاه کنه چقدر آزادی عمل زیادی داره آره ولی خب فقط روی یک نفر میتونستی این کارو در آن واحد انجام بدی و همین و اینکه وقتی ولش میکردی یارو پترنش برمیگشت به حالت قبل خب 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 دیگه اون آدم هم که الان اونجاست تقریبا آخرین آدمی که باید این تیکه بکشی دوباره میریم تو کار سیگار شاید باورتون نشه میشه ببینی مرسی توی سایه دوم هم اجسامی که روی زمینه رو میبینن آره 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 تو رو تو سینه خیز فقط میگیرن آره یه چیز جالبی که راجع به سیگار هست ببین سیگار رو تو وقتی میندازی سرباز یه دور میبینه بعد به سمتش حرکت میکنه بعد بهش میرسه یکم صبر میکنه برش نمیداره از رو زمین کسی نبینه تو اگه طولش بدی برش میداره از رو زمین میذاره تو لباسش یعنی بعد از اینکه کشتیش بعد حالا یه دور لوتش هم کنی از تو لباسش بعد ولی اگه خیلی دیگه طول بکشه میکشه سیگارو سیگارو تو وقتی میکشه نه تنها سیگارو از دست میدی بلکه اون سرباز چون دیگه سیگارش تکمیل شده نمیتونی با سیگار دیگه ای هم گولش بزنی آه. چه قشنگ یه همچین مکانیزمی هم با سیگار ایجاد کرد دوستان رو جزئیات خب ما این دوستمون رو میاریم اینجا جاسوس رو حالا میبریم این بالا کم کم خب میریم اون دو تا دوست از این که خیلی خوش با حالشونه رو استراحت سردشونه تو سرما ما هم سرد بود اینجا ما خیلی چون گفتیم خیلی واقعی میخوایم این کار رو انجام بدیم گفتیم هوای برلین رو دیگه شبیه سازی کنیم تهران رو برلین کردیم خیلی سرده الان ببین دیده تا یکیش میشه کرد فکر نمی کنم ببینه این اسپایمونه که اونجا یه حرکتی کردیم چیزش مهم خب اینا هم باید میسیم که این دوستمون بره این دوتا هم یکم بیاریم نزدیکتر سر همه یه کماندو ها میتونن اصلا از نارنجکی که لوت میکنی استفاده کنن از نارنجک میتونن میگم یه سری چیزایی مثل مینیاب مثل سیمچین نمیدونم یا کلید دوست مثل سنایپر که همیشه یا سنایپر اینا رو هر کسی نمیتونه اینجا الان پاکسازی شده دیگه این مرحله این ناحیه میبینید که داریم میدویم واسه خودمون خوشحالیم مثلا این پرسیدم این رنگ یوایی که زرد کرده من دوست نداری آره سبز کلاسیک بود خیلی جالب تر بود نظر سبز کماندوی اینا دیگه سلیقه‌ایه خب ما میایم اینجا از کجا نه 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 یکون بعد اینا رو من به اسم عدداشون میشناسم یک کلاس این بره تو یک یک کنه یا یک کنه ایشون پنجه خب ما با پنج میایم این بالا ما که بچه بودیم میگفتم بودی که میگه یه سه رو بیار نه ما من با این به این گفتیم جاسوس گفتی الان میتونی جلوشون بدوی یاره جلو سربازه نه نمیتونی توی دو تو یک دیگه قشنگ میتونید مسافرت کنیم وسطشون بوده در رو قفل کنیم روشون کاری بود همونطور که دیدیم با آمازه ببین این دارو بیهوشش هم یه مکانیزم متغیری ببین یه دونه میزنی یکم گیج میشه دومی بیهوشش میکنه سومی میکشتش ولی ما چون کم داریم البته خیلی حرکت داره آها تعداد داره بله بله آها چقدر درست کن چون این سرنگ خیلی قویه آره دقیقاً به خاطر اینکه بالانسش کنن این کارو کرد قوی بود شما سری میزنی براش بریم اون بعد اصلا نمیبره اونجا میمونه الان دو تا میزنید دست پاشونو میبندی اگه بخوای بکششون بعد سه تا بعد سه تا رو بعد حد اکثر تعداد مثلا ماده چیز داری که بتونی بیشتر از اون نتونی هم کنی ببین تا حالا چون خیلی ور نداشتم نمیدونم سقفش چقدره ولی ماکسیمم دارم مثلا خونایی که داری خونهات که پرشه تمام میشه دیگه خونهات مثلا 10 تا بیشتر نمیتونی ما این دوستمون رو بعد بکشیم سیگاری بعد بکنیم نه من یک مقداری چون عجله ای میخوام بکشمه کلاسیک میتونی سیگار خودشون بخواد خودش سیگار میاد باز بر سیگار تو آها مف باشه کوف باشه دقیقاً بس بغل بدنش پایسی نمیبینه
ببین وایسی فرق میکنه، حتی این دراز کشیدم از زاویه بدی بیای بعضی وقتا میبیننت. خب اون کارمون اینجا تموم شد، اون دوتا رو هم برمیداریم میاریم. بسته نباشه یه مقداری اومدن یه عرقی بکنن یه سیلی ملو واسه خودشون بیان اینجا با اینا کار نداره. سر وقتی روی زمین میزنی خودشون اتومات میرن از پله از نردبون میگیرن و پایین میان. درسته نباید نردبون رو حتما بزنی. اگه پایینو بزنی خودش میاد بهترین راهو پیدا میکنه میاد. میتونی دستی هم بگی حالا از نردبون بیاد بالا. حالا ریگروپ کردی با تیمت الان اینجا؟ آره ولی کمانکان باهاشون کاری ندارم. کمانکان مرحله رو ما همین دو تا عزیزی که میایم آره آخرش خیلی قشنگ ازشون استفاده میشه. ما اینجا این دوستمون هم میکشیم که آره انقدر تو کماندو سیف میکنی بازی های دیگه من اصلا قاطی میکنم. هی دوست دارم افنو بزن. اینم میبریم اینجا. این شخصیت گرینبرت خیلی دوست داشتنیه. خیلی همه شخصیتشو کلن به یاد موندنی و دوست داشتنی هم واقعا. واقعا اصلا سال 98 چطوری تنستن اینطور چیزی رو بسازن؟ آدم های فضایی، آدم های فضایی بودن دوستان. اون دوتا رو اولی سینه خیزشون کردی یه جسد هم میندازی جلوشون بچه بو بگشید به من چه به دردی نمیخورم، میخواستم به درد بخورند. خب اینجا یکی از سخت های روزگاره. ما اینجا یه دوستی داریم، این خیلی چشش ماشالله باشه و از ایناست که سیگار مثلا براش مهم نیست خیلی. شما بری من یه تمرکز کنم فقط اینجا چون سخته. قدم برداشت نشد بالا. ایوید پاشدیم. باید پاشم نمیرسم. دو نفر از اون پا نمیشم. آه نمیخوام پا نمیشم. وای میستیم تو شنگ بریم. این داستان بچه خیلی خوبه که سرعت سینه خیز آوردم پایین. سخت‌تر میکنم. دیگه اینجا رو دیگه خواهش میکنم نبینید بچه. دوستمونو میکشیم و میاریمش اینجا. اصلا این داستان بستن دست و پاشون بی نهایته؟ بلی نه دیگه اصلا صد تا از این تنابا داره همه رو میبنی کلش ارتش. من خیلی سیف میکنم. نه اتفاقا منم من زیاد سیف میکنم. من واقعا همینجوری هم یعنی خودم وقتی که بازی میکردم هی سیف میکنم. چرا خب چرا نشستم ترسیدم ترسیدم این بیاد. بودو بودو. خب ما تا این میاد میریم تو کار این. اینو باید دیسترکتش کنم. میشه خواهش کنم بهش بگی دیواره نگاه کنم؟ حتما مرسی. سکنج دیوار رو میگم خواهش کنم بهش بگی. نه سکنج دیوار اصلا یعنی چی؟ بیا برو اینجا. برو اونجا بودو بهش بگو گوشه دیوار رو نگاه کنم. اینجا خوبه این کنج و زلبه زلبه زن بیدم. بعد تو چرا میگی چشم؟ تو چه مدل؟ فرمانده شه دیگه. فرمانده بهت بگه اسکلت کنه سه ساعت اونجا کنج دیوار تو میشه باید بگی چرا؟ یکم میوریش بیشتر بیخ دیوار تنبیه شده به کارهای زشتی که کرده تو ارتش نازی. نمیشد کی دیگه کار زشتی کرده. اینا اگه قرمز میشه چی سارا هر کدومشون یه اینتراکشنی باشون داری تعامل باشون داری آیا یعنی میتونی یه جوری استفاده کنی؟ چی قرمز میشه؟ مثلا این اینجا این سمت چپتو ببین سمت چپ این آره این یه چیزی میتونه بشین توش وسیله نقلیه است. خب ما میایم اینجا میایم اینجا حوصله‌تون سر رفت بگید. نه نه عکس عوض کماندوز باید آه داره اینجا رو پاکسازی میکنی که بیاده مقداری... تو ساختمون و تیر اسنایپر برده درسته؟ آره اینجا یکی مقدار کار گل داریم به قول بچه ها گفتنی میشه توضیح کنیم نیسته بکشی هی باید جمع کنیم اینا رو بیاریم اینجا. کار تکراریه یعنی حوصله سر رفت روغن سوزوندن جزوش میشه؟ نه اون بیهوده است اون کار بیهوده بیاییم بر بودو بیاییم بر اونجا میاد حالتی نسخه اول نادر باید توی اون سایه پررنگه باشه چقدر اذیتت میخواست بکنه. از مرحله اول همون بازی که من نسخه اول بازی کردیم اگه روی هارد برید همون قسمت اول که باید از اون قسمت آب خارج بشید انقدر بود ما که نیم ساعت بازی کردیم به زور تونستیم یک ثانیه پیدا کنیم که رد کنیم اون قسمت رو. خیلی مهمه اون تایمینگی که نیاز داری برای اجرا کردن دستوراتت بسیار بسیار خیلی خیلی سخت بود. اون بازه زمانیت خیلی محدود بود. ما یه دماغی داریم که این دوستمونه.
مزاحم. خیلی مزاحمه. ایشون از این سرباز افسرایی بودن که اگه با جاسوس از جلوش رد می‌شدیم ما رو می‌شناختن. ما با جاسوس از جلوش رد نشدیم. از دوستمون بره. آره من چاقو کشیدم اومدم. و خیلی جالبه با از سینه خیز میکشتش. این چیز توی شبه تاکتیک هم بود نشسته میتونست کار یادم اصلا یادم نی جزئیات بازی احساس کنم توی بازی دیگه هم دیدم که سینه خیز اون کاری رو که میخواد انجام بده انجام میده. و شبه تاکتیک خیلی به نسبت این بازی ها آسونه، یعنی اصلا گیر چندانی نمی کنی توی. خب ما دیگه اینجا کارمون تموم شد و میایم کم کم. این دوستمونم که حواسش اینو پرت کرده، ما از این در همین جوری نمیریم تو. آها. اول پاکسازی میکنیم بعد میریم. از پایین میایم و بعد اون رو پاکسازی. داخل بعد بریم. آره یه تیر اسنایپر بعد در بیاریم دیگه. میتونی از این تیر چراغ برقام بری بالا؟ آره ولی کاری ندارم. آها. چه کسایی میرن بالا سارا؟ همه نمیرن. همه میتونن برن. نمیدونم همه میتونستن برن. دوزده که میره. آره. فکر کنم دوزده میره. ببین اینجا یکم توانایی ها رو به همه داده. من نمیدونم چرا این کار کردم. مثلا همه میتونن جنازه هم کنن و واقعا هم همه میتونن جنازه هم کنن. تو کماندوی دیگه مثلا حالا دیگه واقعا ما اینجا دو تا افسر داریم. موسیقی یکیشون رو اینجوری حساس شد اینم میکشیم. ولی چه لذتی داره که مخفی کاری چاقو رو میزنه هر سر تک تک سرباز رو لذت داره. سیگارم رو بده خواهش. درست کانسپت کلی این چیز درست نیست که آدم لذت ببره ولی از لحاظ بازی ما آدم های خشنی که نیستیم. اوه این چقدر این های خوشدیدی که میبینید اینجا صورت نداره چهره رو ببینید. یک سری ابروهاش با چشش متصله رو ما باید سریعا بکشید به این صورت. این چون اینجا بود ما نمیتونم در بیارم. این حالات هم تو سه اضافه شده که میتونی از توی سوراخ کلید ببینی یا بود من تو دو دیدم تو دو هم بود سوراخ دیدن رو فکر کنم دیدم. خیلی دوسته به نظر من شبیه هم دیگه جهش گرافیکی داشته خیلی اینو چون اون سربازای اون جلو ما رو میبینن من خیلی باید نشسته دستورتم رو متاسفانه از سختی های کارمه که باید بعضی وقتا پدر جان دستور میده بعد دوباره بله دوباره بکن چقدر زرش میشد نشسته دستور میده بهش گفتی بره بابا موقعیت جنگیه شما نمیدونی بهش گفتی بره گوشی دیوار رو نگاه کنه. آره برای اینکه میخوام اپوش بیام تو رو بکشم. نه تو مامان جان چرا میری اینجا بعضی وقتا لو میری. حالا خدا رو شکر کنم این دوستمون هم میاریم تو و دیگه فکر کنم که پاشو خجالت بکش پاشو سینه خیز حالا نزدیک به دست آوردن تیرهای اسنایپرین درسته؟ دقیقا تقریبا دیگه آخرین کاراییه که داریم میکنیم آخر. بعد از موقعی که تیر اسنایپر رو برمیداری میخوایی توضیح بده که چه اتفاقی میفته؟ الان میارم بذار برسم به تیره اسنایپر. ای وای ببین چه کار کردی انا این میره سیگار میکشه چه خبر بالایی تو چه بودیه سار الان ببین تو چیزه نگو پشت پرلست پرسپکتیو و ایناش خیلی خوبه نگاه اینجاست من فکر کردم بالکن بود داشت از بالکن ما رو میدید این ناکسی که اینجا میبینی این ببینتت میشناستت نمیدونم چرا یه سرباز ویژه‌ایه جوریه برای همین ما با خیلی با احتیاط این دوستمون رو بکشیم. قابلیت های سپایه بیشتر کردن من باز میبینه دید بیشاره شد تموم شد بیا میبینم دیگه با باید این یه دور بره و بیاد چرا رفتیم؟ برو الان میکشی؟ بله سیگار رو انداخته آی هیچه رسته داشت همینو برو جالبه که مثلا اون که پشت تو راه رو بایستاده نمیشنبه تأثیر خاصی به سیگار داره. خب اینجا کارمون با اونو نمیکشی؟ نه بنده خدا بایستاده دیوار نگاه میکن بعد به من میگفتن شیرا رو بکشید ما گفتیم ما گفتیم خیلی خوب اینا همش ثبت تو تاریخ من فکرم ببینه یارو میبینی؟ نه نه ندید سیگارو برداشته خودمونم یکمی اونورتر وای میسیم نری تو اتاق خب
ها این دوستم که میاد سیگار بعد بعد یه جوری بنت که جسد نبینی درست داره خودت ازم اونجا وایسادی چه نقطه کوری بیمر نیر سیگار میبینه اصلا مغزش اصلا تموم حالا اینا رو میتونستیم یکم خشن‌تر بکشیم ولی خب این اون جعبه که شما میفرمایید تو این اتاق تیر اسنایپر اینجاست. خب من الان ورش دارم یه کانتدان یه روبه‌ای شروع میشه که فقط یه روب وقت داری که تموم کنیم مرحله رو، ولی ما نمی کنیم فعلا، همه کارامون رو میکنیم، آخرین چیزی که برمیداریم تیر اسنایپر. ما میایم اینجا یک مقداری تریکیه، نه موقعیت در چه حاله. خیلی خوب، سه نفر آدم اینجا درسته؟ اینجا سه تا آدم هن که باید بکشیمشون. هیچ کنومش هم نمیشنسته نه یا نه میشنسته. اون میشنسته، واسه همین وایستاده بودم. این لباسش عیناً مثل منه، میشنسته. برای همین ما وایستادیم که اون بره تو اون اتاقه. حالا ما ایشون رو یه دونه دوتا سر از روبرو میتونی سرنگ بزنی؟ از هر از فضا، از آسمون، از همه بر گلن That was easy، جدن هر جور که سلامه. وایسی آفیسر بره بعد دلی اون یکی سر بذارم میزنم دستور رو خودش بره اجرا کنه برسه به اینجا. یکی کارای مورد علاقه من. آره زمان بندی خوب کنی، دستوالش هم میبندی ببینی چیزتو ببینی اجرای دستورتو ببینی. اون سر بذار نمیکشی؟ اون بنده خدا گناه داره، خدماتیه. این کیه؟ اون تبعیضی که وارد شدید در این بازی. آره منم حدسی بر ممنون تبعیضی که همینجوری کشتی واسه ما. خب این دوستمون دیگه به هر حال عمرش به دنیا نیست، تقصیر من نیست. میدونی سرما میاد اینجا را میری ذاتولیه میکنی. این چرا کشتی از بالا میدید؟ این بالا این پایین رو میبینه، اینو نمیکشیم. ببین من چه آدمه، من به نظرم درستشون تبعیضی در اگه جنرال ببینه عمل کردتون رو تو رو شد شاکیشه، امتیاز کاملی نده. مهم نیست اصلا. درتگو اونو کارش داریم، اون میخواد بره تیر اسنایپر رو برد. نه اون آخرین کاری که بده با اسپای تموم شد درسته؟ فعلا کار اصلی رو تو مرحله ایشون میکنن آخرش. ما این دوتا دوست عزیز بالاخره قراره که به دردی بخورن، برای همین میاریم. این تیپ و سپرن درسته؟ نه اسنایپر رو سپرن بباشت. خب ما اینجا یک چیدمانی نیاز داریم برای اینکه باید چند تا کار رو همزمان انجام بدیم. اسنایپرمونو میاریم اینجا فعلا. نادر یه بیوگرافی میخواد بر بود. بله بله. خب این دوستان خیلی اذیت میکنن. اوکی. من ببینم اینونتوریت همه چی داری؟ آره. شهر من چی باستم؟ سر فرانسیس تی وولریج. اسنایپرمون هست؟ بچه ها دعا کنیم من اینجا رو بتونم بگیرم. بگن اسنایپر بگن. برو ببخشید. 21 مارس 1909 فکر کنم اول فروردین میشه توی شفلد انگلستان به دنیا اومد. خب بردم یک خانواده خیلی درست حسابی داشت. کی؟ اسنایپر خیلی آدم حسابیه. تو سال 1936 خیلی خانواده داره. توی المپیک برلین مدال طلای شوتینگ رو برده. اجازه بده من بعد دیگه آخر مرحله است. خواهش میکنم. نگم؟ نه دیگه ولش. باش. 1940 هم خب ناریکو رو با یه دونه شات کشته. فاصله تو چرا میریم؟ یک مایل کشته. یک جرمن والا یک مقام عالی رتبه دزد خیلی باحاله. دزد. یتیم بوده، یتیم خونه فرار میکنه و اینا، حالا کارش نداریم. یه بار میاد دزدی کنه، جیب همین اسپای خود بازی رو میزنه اشتباهی، فکر میکنه افسر مثلا نازی بوده. بعد پیش زمینه داستان اینجوری میشه که ببینن او چه تلنتی داری، میارنش مثلا تو گروه کماندو. لوپین با نام واقعی پل تولدو اسم دزد است که شما فرمودید. خب ما اسنایپرمون رو میاریم، چیدمان رو کامل میکنیم. الان تایمر شروع شد دیگه. تا بعد دیگه دیگه جدیه ماجرا. نه حالا میتونه درست چون پس خوبی است. ما ایشون رو میاریم اینجا، همه چیز باید آماده باشه که تایم تموم شه مرحله فیل میشه دیگه درسته؟ تایم تموم شه اون یارو تازه یه مثلا 30 ثانیه وقت داره که اون یارو برسه به این محل. الان میبینید تایمر رو من قطع میکنم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب حالا همه چی آره همه چی عرضم به حضورتون که ماسک این دوتا رو هم زدم.
ماست داری برای که میخوای سم یعنی گاز بزنی. گاز بزنم برای این. گاز بزنم. گاز یعنی ماشین. گاز. خب. مرحله رو ما با اسنایپرمون شروع می‌کنیم. اسنایپرش رو انتخاب می‌کنیم. این دوستمون رو می‌کشیم. یکی از اینا بعضی وقتا هم دو تا خیلی عجیبه میان ولی یه دفعه یکی میاد. این هم میذاریم بیاد اینجا که بخندیم دور هم باشید. خب کارم فعلا با اسنایپر تمام. اونا شک میکنن ولی حرکت نمیکنن به سمتش. نه پستشون رو حق ندارن ترک کنن. اینا رو بیهوش میکنیم با این مواد شیمیایی که داریم. و بعد آیه فلان میاریم. چه با وزرخ ماسک میزنید روی اون پایینم ماسک میاد روی آواتارت. خیلی خوشگل بود آواتارت. آخه بگردم که شما از جنگ ببین جنگ به سلناخی کشید شیش داره صف کرد با چاقو کش نکنه. نه جنگ این شوخی ها رو نداره. من میگه من ببینید چه دختر خوبی هم نمی کشه. تو رو تو میکشتی بهتر بود به نظرم. جنگه بچه بودو این دیگه گاد مود نداره بازی سنگینن این دوتا کاراکترهای هم که سنگ گاد مود داره در حد یکو میتونستی گاد مود بیدادش وقت آخه این بازی حال نمیده گاد مودش میدونی؟ حیفه ما خیلی حال میکردیم ما خیلی حال میکردیم ما خیلی حال میکردیم خب عرضم به حضورتون که حالا چون 12 دقیقه نمیخوایم صبر کنیم ما تایمر خودمون استاپ کنیم. تایمر رو که استاپ بکنیم اتفاقی که میفته از اینجا میبینید خارج مپ ارتش میاد الان این یارو میاد که به محل قرار برسه. اسپایو نبردم تو چه قشنگ گفتی ممنونم لود میکنم اگه دیدن لود خب نه اینجا اتفاقی که میفته یه آدم میاد اینو اگه نکشی کل مرحله همه این میره. چرا؟ ما دوباره میریم آلارمو به صدا در میاره این اتفاقی که اینجا باید بیفته. آها این آدمو باید سر به زنگاه میگرفتیمش. من معمولا برای که تحقیرش کنم بیهوشش میکنم دست و پاشو میبندم بعد میکشمش که دیگه جاسوسی نداره. آها این جنرال اودانل بود همینی که آلارم آلارم وایسا آلارم چرا؟ باید در میومد صدا میشه رو؟ بعضی وقتا دارم مهم نیست وقتی مرحله رو تموم کردی میتونی سریعا فرار کنی. اون دوتا هم قبلا برده بودم تو ماشین و تموم شد. تموم شد مرحله؟ خسته نباشید. خوش میفتم. دم شما گرم بچه ها. خیلی خیلی جذاب و خیلی بازی لذت بخشه. لذت بخشه. فسفر مغز قابل قیاس نیست با خیلی از بازی‌ها. بریم اونور خدافظی کنیم. دمتون گرم بچه‌ها. مرسی. 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 خب بچه ها مرسی که ما بودین. این هم از کالا نسخه مورد علاقه تو شو سوال سختی سه نسخه مورد علاقه تو همینی که داریم میریم کدوم همینی که همینی که رفت کدوم بیان کالا فتیتی نسخه مورد علاقه من هم دوه من آف کاریجه دو از همه قشنگتره محبوب تر هم هست من از همه یعنی بیشتر از همه بالانستر هم هستا من دو رو از همه بیشتر دوست دارم ولی خب حالا اگر اتفاقی نیفته خیلی بعدتر شاید یه روز مقایسه شیرو مستر و معمولی رو اگه بتونیم بریم ببین بعد یکم صبر کنیم چون که بازی گفتم باگ و اینا داره اینا اگه شاید یه چیزی بدن که پچی بدن این درست شه امیدوارم اینو بکنن و حالا امیدواریم اگر میگم ما خیلی نامردی میشد اگه شیرو مستر رو میرفتیم چون واقعا اینقدر مجموعه بزرگ و محبوبیه که نمیشد توی برنامه انجام شد. حالا ببینیم چی میشه شاید توی ویژه برنامه ای چیزی این کار انجام دادیم. مرسی از رئیس مرسی از سارا و مرسی از افشین برای ضد عفونی کردن و مرسی از مرشی کردن مرسی از علی و کاوه که پشت دوربین بودن. یادتون نره استرس بیمارت نگیرین دستتون رو بشورین از دست دادن روبوسی های بیمارت جلوگیری بکنین هیچ اتفاقی نمیفته تا ریلود بعدی خدافظ.